زمانی کارگر زندانی داده بودند که از مشخصا رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده حمایت بشه. رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده دو کارگر زندانی هستند که مرتبا شما اسم این عزیزان را از طریق این تلویزیون شنیدین، صحبت کردیم و حالا هم در حال حاضر رضا شهابی که از 11 خرداد ماه که از بند 350 زندان اوین به زندان رجای شهر برده بودند دست به اعتصاب قضا زد، هنوز در اعتصاب قضا به سر میبرن. دیروز ایشون رو به بیمارستان منتقل کردن اما هنوز از وضعیتشون هیچ خبری نیست، خانواده‌شون ملاقاتی نداشتن. ما در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با محمود صالحی، سخنگوی کمیته حمایت از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده. طبعا این مصاحبه رو من تقریبا همین قبل از این برنامه صورت دادم، چرا که ایشون برنامه‌شون یه مقدار تداخل پیدا می‌کرد با یه مصاحبه دیگه، اما از اونجایی که می‌خواستیم واقعا به آخرین وضعیت این عزیزان رو بدونیم، من با ایشون یه گفتگوی کوتاهی داشتم یه 10 دقیقه پیش که در این برنامه خدمتتون ارائه میدیم. در این حال هر وقت که اتاق فرمان آماده بودن بهمون اطلاع بدن که بتونیم این رو بذاریم. اما دیروز در همبستگی با کارگران زندانی در شهرهای مختلف اروپا، در استرالیا، در ژاپن، در تورنتو کانادا تجمعات اعتراضی بود، چرا که مخصوصا اخیرا همونطور که خود رژیم همیشه این کارو میکنه فشار میاره به خانواده زندانیان سیاسی، تو این مورد فشار بسیار زیادی به خانواده رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده آورده. بار قبل صحبت کردیم که بهنام رو فقط چند دقیقه با خانواده‌اش ملاقات داده بودن و بعد از اون به خانواده‌اش حمله کرده بودن به خونشون و اون رو در واقع کامپیوتر فرزندش رو که سرطان خون داره و به شدت نیاز داره پدرش کنارش باشه رو برده بودن. یعنی نه تنها واقعا اینها رو زندانی کردن بلکه از هر طریقی خانواده‌شون رو تحت فشار گذاشتن. اتاق فرمان گفتن که آماده است و دوست داریم امروز این برنامه‌مون رو با همین گفتگو با محمود صالحی آغاز بکنیم که در رابطه با مشخصا رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده و تعدادی از کارگران زندانی هستن. با هم دیگه این رو میبینیم و بعد از اون فراموش نکنین که حتما میتونین تلفن بزنین. ازتون خواهش میکنم تلفن ها رو نذاریم برای نیم ساعت آخر برنامه که بتونیم صدای شما عزیزان رو داشته باشیم. با ما باشید. مرسی. حالتون بهتر شده؟ صبح زنگ زدم پسرتون گفت حالتون خوبه. مرسی. من خواستم ببینم حالتون چطوره، میتونم یه مصاحبه کوتاه باهاتون بکنم؟ همین الان فکر میکنم مشکلی ایجاد شده در وسایل فنی، ببخشید با پوزش، حتما این رو خواهیم داشت. من در این حال میخواستم اینجا بگم که در حال حاضر در واقع بهنام ابراهیم زاده همچنان در بند 209 هستن، در سلولای انفرادی در اونجا هستن و تحت فشار هستن به شدت. دیروز در واقع وقتی که خبر اعتراض در رابطه با کارگران زندانی بود، علاوه بر اینکه در کشورهای مختلف این اعتراضات صورت گرفت، لیبر استار یکی از ارگانیزیشن‌های مدافع کارگران، اونا یه حرکت اعتراضی گذاشته بودن و اعلام کرده بودن که از این حرکت حمایت می‌کنن، همینطور فدراسیون جهانی حمایت از کارگران ترانسپورت و یکی دو جای دیگر از جمله در ژاپن، پزشکان حقوق بشر همینطور از طریق توییت کردن حمایت کرده بودن از این روز و از طرق مختلف واقعا یک همبستگی جهانی بود برای کارگران زندانی که امیدوارم در طول این برنامه و یا برنامه‌های آتی کانال جدید بتونین عکسای اینها رو ملاحظه بکنین. هر وقت برنامه کلیپ گفتگو با محمود صالحی آماده شد ما خدمتتون این رو ارائه میدیم. در این حال
خب جالبه که وقتی که صحبت از اعتراض میشه در داخل زندان، صدای اعتراض واقعا اینقدر وسیع هستش که آدم از خودش سوال میکنه وقتی که صدای این کارگران، این زندانیان سیاسی اینقدر وسیع هستش، چگونه یک نفر خارج از زندان میتونه ساکت بشینه و اعتراض نکنه. در ادامه این اعتراض 17 نفر از زندانیان زندان رجای شهر از رضا شهابی خواسته بودن که اعتصابشون رو بشکنن، چرا که هنوز در اعتصاب به سر میبرن. شاهرخ زمانی به تظاهر کنندگان در روز جهانی حمایت از رضا شهابی و بهنام ابراهیمزاده پیام داده بودند و در اون پیام در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی صحبت کرده بودند، وضعیت خانواده های کارگران صحبت کرده بودند و از ضرورت این که، من خیلی سریع به این رو خدمتتون میگم، خیلی از همه خواسته بودند که حمایت کنند که به این صورت تموم میکنن و گفتن که ما کارگران و فعالین و تشکل‌های مستقل کارگری در پیوند جهانی با شما علیه سیاست‌های سازمان یافته سرمایه‌داری جهانی و جمهوری اسلامی صفوفمان را با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و ارتقای مبارزه ما متحد و یک پارچه ادامه خواهیم داد، که از طرف شاهرخ زمانی از زندان رجای شهر در واقع همبستگی و تشکر از کسانی که دیروز روز شنبه در حمایت از کارگران زندانی در خیابان‌ها و جاهای مختلف تجمع کردند. اتاق فرمان اطلاع دادن که کلیپ گفتگو با محمود صالحی آماده هستش که اگه لطف بکنن این رو بذارن. محمود صالحی، به برنامه‌مون خیلی خوش اومدین. جهت اطلاع بینندگانمون، قبلا هم با محمود صالحی صحبت کردیم، ایشون سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده هستن. میخواستم در رابطه با مخصوصا این دو نفر از شما بپرسم. میدونین که روز شنبه در شهرهای مختلف به فراخوان شاهرخ زمانی، یکی دیگه از کارگران زندانی، اعتراضاتی بود. نگرانی ها خیلی زیاده در رابطه با وضعیت رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده مشخصا. برای اطلاع بینندگانمون اگه لطف کنین یه مقدار به ما بگین که وضعیتشون در چه حال هستش، چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ بند و یا سلولی که در اون قرار دارن. با درود بینندگان شما و خسته نباشید. با عرض ادب، رضا شهابی همچنین که خود شما اطلاع داری و تمام دنیا از این اطلاع دارن، رضا شهابی از تاریخ 11/3/93 به اعتراض به تبعید ناعادلانه خود در زندان رضای شهر دست به اعتصاب آزاد داده. با توجه به این که رضا شهابی مدت چند سال تو زندانه و باید امروز آزاد می شد، متاسفانه آزادش نکردن، به جای اینکه آزادش کنن ایشان را تبعید کردن به زندان رضای شهر. رضا شهابی به اعتراض به این تبعید ناعادلانه دست به اعتصاب داده. خب از تاریخ 11/3 هیچ گونه اقدامی در رابطه با اینکه چرا تو اعتصاب آزاد کردی، چرا در اقدام از طرف زندان یا از طرف قوه قضاییه هیچ گونه اقدامی نشده تا روز شنبه، یعنی دیروز با توجه به پیگیری های مکرر خانواده رضا به دبستانی و به مراکز قضایی و زندان، دیروز شنبه 21/4 ایشان را به بیمارستان امام خمینی تهران انتقال دادن و همین حالا که من دارم صحبت می کنم در بیمارستان امام خمینی تهران بستری. آیا اعتصابشون رو شکستن؟ خیر، هنوز اعتصاب نشکسته، در حال اعتصاب، اما در بیمارستان با توجه به وضعیت جسمیش شروع به یک وصل کردن، ولی هنوز دم لب غذا نزده و هنوز در حال اعتصابه. بله، بعد بردن به بیمارستانشون، چون یه بار دیگه هم ایشونو بردن و بدون اینکه مداوای حسابی بکنن برگردوندن. فکر میکنین این بار چقدر جدی واقعا میخوان مداواش کنن؟ خب هنوز این مشخص نیست، هنوز مثلا حتی اون چیز بود شنبه به بیمارستان آوردن اجازه ندادن که بی ملاقاتش کنه. ایشان با اون وضعیتی که حدود 40 خورده روزه که اتصاقات کرده، در حالی که اصلا توان راه رفتن نداره، دستمان و پاوند کردن ایشون رو، آوردن به زندان و هنوز نداشتن تا ایشون رو ببینه. حتی امروز هم که خانوادهش مراجعه کردن به دادستانی، طرف پزشک بیمارستان امام خمینی بهش نامه دادن که باید این
مریض این زندانی همراه داشته باشه و امروز هم که رفتن دبستانی متاسفانه دبستان دو مرخصی بوده، معاون دبستان هم تو مرخصی بوده، نتونستن هیچ کاری بکنن. بنابراین هنوز هیچی مشخص نیست آیا مداواش میکنن یا اینکه بعد از چند روزی حسابش رو بشکنه این ویشی رو برمیگردن به زندان. این مشخص نیست، در واقع باید منتظر بمونیم. بله. بعد نفر دیگه که میخواستم بپرسم بهنام ابراهیم‌زاده است که مخصوصا بعد از حمله به بند 350 خیلی یکی از اونایی بود که خیلی تحت فشار قرار گرفته. ایشون در چه وضعیتی هستن؟ بهنام ابراهیم‌زاده بعد از حمله به بند 350 زندان اوین، خب برحال وقتی به زندان 350 بند اوین حمله کردن، همون دقیقه که به بند 350 حمله کردن، کل دوربینایی که اونجا نصبه، چون تو زندان دوربینای مدرسه نصبه و زندانی هر کاری بکنه اونو ثبت میکنه. اما موقعی که به زندان 350 حمله کرده و به 350 دوربینا را خاموش کردن، بعد از 10 دقیقه طول کشیده دوربینا را روشن کنه، یعنی قبل از اینکه دوربینا را روشن کنه زندانی را ضربشتم کردن، همشون رو زدن، سر شکستن، پا را شکستن، اینا را کردن. بعد از یک دوربینا را روشن کردن وقتی زندانی دیگه اعتراض کردن، در همون دقیقه که زندانیان اعتراض کردن اینا دوربینا رو روشن کردن که فردا روز اگه کسی بیا برای تحقیق و تفاوض ببینه که زندانیان اعتراض کردن. از بهنام ابراهیم‌زاده از اون روز زمینش کردن به بند 209 و دیگه شدیدترین بازجویی ها قرار داره. چند بارم تا با حال بهنام آوردن دادگاه، محاکمش کردن به عنوان احتشاش داخل زندان. چند هفته گذشته با خانوادهش تماس میگیرن، یعنی از همون موقع دیگه سه ماهه ملاقاتش قد بوده، با خانوادهش تماس میگیرن که خانوادهش بیاد ملاقاتش کنه. وقتی میرن خانواده میرن زندان ملاقاتش میکنن، بعد از این که خانواده که میخوان از در خروجی خارج بشن بیان بیرون، ایشان را نمیذارن، جلوشان را میگیرن، اینا را به عنوان گروگان، یعنی گروگانگیری میکنن، اینا را داخل یه ماشین میذارن همراه خانواده و پسر مریضش که چند ماه ندیدن، که پسر بهنام با توجه به اینکه مریضه هر 20 روز یک بار، هر 23 روز یک بار باید بره تو بیمارستان مرکز تهران بستری بشه، با اون وصیتی که داشته ایشان گروگان میگیرن، همراه چند ماشین نیروی انتظامی، نیروی دیباشخصی میرن تو خونه بهنام ابراهیم‌زاده، تمام وسایلاشو میگردن و همشو خراب میکنن و از این بچه و این زنی که از اون واقعا هیچی نمیدونن در رابطه با اون کارهایی که بهنام میکنه، من کاری ندارم، اینا رو میارن تهدید میکنن، فشار میارن که فلاشا و میموری های بهنام رو کجا گذاشتی و این رو تغییر رو. این در حالی است که بهنام ابراهیم‌زاده 15 ماه به مرخصی هم نیامده، این در حالی که چند سال خودش تو زندانه، 15 ماه به مرخصی نیامده، فشار میارن و با توجه به این فشارهایی که بهشون میارن همونجا ازشون فیلم برداری میکنن، نمیدونم کارهایی میکنن که واقعا از شان همون سیستم هم نیست که این کارو میکنن با یه بچه مریض و با یه خانمی که تو منزلش باشه. بنابراین به امروز هم که من دارم صحبت میکنم هنوز تو بند 209 زیر بازجویی. بله، انفرادی هستن یا بند عمومی؟ خب تو بند معمولا 209 بله. یه سوال آخرم خدمتون این بود که اخیراً شاهد این هستیم که فشار روی کارگران، از یه طرف خوشبختانه اطلاع رسانی در رابطه با کارگران زندانی خیلی بیشتر شده، ولی مشاهده میکنیم که فشار روی خانواده ها، از جمله خانواده بهنام، از جمله خانواده رضا شهابی خیلی بیشتر شده از طرف رژیم. شما خودتون فکر میکنین چه دلیلی داره و اینکه چه جوری مردم میتونن حمایت بکنن؟ ببینید، این فشارات تنها برای خانواده بهنام و خانواده شاروخ و خانواده رضانی، برای کل زندانیانه. همین امروز که من دارم صحبت میکنم، خانواده کارگران زندانی مهابات و بردن اطلاعات چند ساعت اونها رو بازجویی کردن، به جرم اینکه خانواده این زندانیان گفتن ما امکانات مالی نداریم، ما حتی نمیتونیم کرایه منزل مسکونی که در آن زندگی میکنیم بابا چهارمان پردا کنیم. به همین اتهام اینا رو بردن چند ساعت بازجویی کردن. این فشارات تنها برای عده نیست، برای تمام کارگران زندانی که امروز در زندان هستن. بنابراین این عامه. با توجه به این فشارها خود طبیعیه، جمعی که جناب آقای اشاره کرده، اینا سه
سریعا رو آنتین میره و خب به هر حال این فشارها سریعا رو آنتین پخش میشه. اما یه جای دیگه خب برای من بارها گفتم اینو به همه دنیا میگم و بازم میگم، تنها در دنیای مجازی نمیتونی کاری کنی برای کارگران زندانی. اینو میگم دیگه، من چون تو ایران هستم فقط اینو میگم، از این بیشتر نمیتونم اینو باز کنم. بله. بنابراین باید ما کاری بکنیم که بتونیم عملا وارد یک پراتیگ بشیم در رابطه با کارگران زندانی، چون واقعا الان تحت فشار هم خودشون هم خانوادهشون این خط بشار برشان میارن که حتی مثلا کسانی میرن خانواده سر به خانواده های زندانی میزنن، خب الان فشار برشان میارن، بهشان بی‌حرمتی میکنن، حتی به خانواده گفتن باید شما بیای هر کسی میاد تو خونتون اینا را اسم نویسی کنی و بعدا تحویل اداره اطلاعات بدی بگی این آقا آمده به من سر زده یا به من سلام کرده یا به من یه حرفی زده. ببین این فشارها این خط زیاده، خب برای همسری زندانیان کارگران زندانی هم خب برای این صحبت ها خیلی سنگینه، چون در واقع هنوز با این یعنی هنوز با این موقعیت چیز نشدن، به همین دلیل سخته براشون. بنابراین من از تمام دنیا میخوام، از تمام اونایی که میخوام، تمام اونایی که دلشان برای طبقه کارگر میتبه، باید یک کاری بکنیم ما، باید یک کاری بکنیم که بتونیم حالا اگر بگیم ما نمیتونیم اینا را آزاد کنیم از بند، خب الان ما باید کاری بکنیم که منبر کسان دیگه را نبرم. این مهمه، اینا چجوری باید این کار بکنیم؟ خب طبیعیه با اتحاد و همبستگی تمام انسانایی که واقعا برای طبقه کارگر میسوزانن، نه برای کسانی که واقعا نمیتونن، نمیدونن اصلا کارگر چیه، حالا بخاطر اینکه یه چیزی برای خودشان داشته باشن میان بحث کارگر و کارگر و کارگر میکنن. خب بنابراین ما باید عملا یه کاری بکنیم. ازتون خیلی تشکر میکنم محمود صالحی، تشکر که تو این برنامه شرکت کردین و امیدواریم واقعا بتونیم در برنامه آتی وقت بیشتری بذاریم در این رابطه، چون همونطور که گفتین خیلی مهمه که هر کسی بدونه وضعیت یک کارگر زندانی چقدر متفاوته از اون نظر که واقعا تحت فشار بسیار زیادی هستش. اون دفعه خودتون یه صحبتی کردین، گفتین که وقتی یه کارگر رو میگیرن خانواده‌اش رو در واقع محکوم میکنن. به هر حال خیلی ازتون تشکر میکنم و براتون شب و روز خوبی آرزو میکنم. خیلی ممنون. محمود صالحی، به برنامه‌مون خیلی خوش اومدین. جهت اطلاع بینندگانمون، قبلا هم با محمود صالحی صحبت کردیم، ایشون سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده هستن. میخواستم عزیز گفتگویی بود با محمود صالحی که قبل از برنامه این گفتگو با ایشون در رابطه با رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده شده بود که هرچند گفتگو کوتاه بود اما شاید یک گوشه ای از زندگی واقعا خانواده های کارگران زندانی و خودشون رو نشون میدادن و مخصوصا که وقتی میگن خانواده های این کارگران مشخصا در مهابات اشاره میکنن، این زندانیان سیاسی میرن و در مورد این صحبت میکنن که چقدر از لحاظ مالی تحت فشار هستن، نه تنها جوابی نمیگیرن بلکه با برخورد بد و تهدید روبرو میشن. و من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم میدونه که وقتی که نونآور خانواده رو دستگیر میکنه این یه فشاری هستش به خانواده، وقتی که خانواده تحت فشار هستش متقابلا زندانی تحت فشار خیلی بیشتری هستش، چون میتونه ببینه که با بودنش در زندان چه وضعیتی خانواده شون دارن و جمهوری اسلامی دقیقاً این رو میخواد. ولی خب من فکر میکنم اینجا حمایت ما، بودن ما و همبستگی با این خانواده ها و اینکه چقدر بتونیم از هر لحاظ کمک بکنیم، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ پشتیبانی روحی روانی بهشون کمک کنیم، این فشار رو از رو خود این زندانیان رو هم کمتر میکنه. در این حال روز شنبه که در کشورهای مختلف تظاهرات بود در حمایت از کارگران زندانی، در شهر سنندج هم همینطور تجمعی بود که در اون از بهنام ابراهیمزاده و رضا شهابی مشخصا حمایت کرده بودن. از طرفی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری سنندج هم اطلاعیه‌ای صادر کرده بودن که من فقط بخشی از اون رو به خاطر وقتی که داریم خدمتتون میخونم
که در بخشی از اون گفته شده که همکنون ما در شرایطی اعتراض خود را نسبت به اعمال سیاست‌های کارگر ستیزانه سرمایه‌سالاران ابراز و اعلام می‌داریم که رضا شهابی وارد 42 روز اعتصاب غذای خود شده و بیش از 15 کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است. وی در طول مدت چندین بار بیهوش و به بهداری زندان انتقال یافته است، اما باز هم کارگزاران و مسئولان زندان نه تنها کوچکترین توجهی به وضعیت بسیار وخیم وی نکردند، بلکه وی را مورد تهدید قرار دادند و اقدامات خود را منوط به پایان بخشیدن اعتصاب غذای وی نمودند. و در بخش دیگر سوال‌های خیلی جالبی و به حقی مطرح می‌کنند، اینکه اکنون سوال اصلی ما رو به افکار عمومی و وجدان‌های بیدار جهان این است که آیا جای انسان‌های شرافتمند و خوشنامی همچون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده، رسول بداغی، محمد مولانایی، واحد سیده، یوسف آبخرابات، افشین ندیمی و ده ها فعال کارگری دیگر که در انتظار اجرای احکام خود می باشند و تنها به جرم دفاع از حقوق خود و دیگر کارگران و هم طبقه هایشان جهت ایجاد زندگی در خور شأن انسانی در شأن انسانی امروزی باشد زندان هستند. به راستی چرا باید اینان سالهای عمر گرانمایه خود را در پشت میله‌های زندان سپری نمایند؟ و به طور واقعی چرا باید هزاران زندانی سیاسی، هزاران جوان، هزاران زن و مردی که آزادی خواه هستند و برای یک زندگی بهتر تلاش می‌کنند باید در زندان‌ها باشند؟ و خب ممکنه که بگه خیلی ساده است، چون رژیم جمهوری اسلامی می‌خواد اینا در زندان باشند، می‌خواد اینا را از بین ببره، عمدن اینها رو به طرف اعتصاب غذا و غیره به پیش میبره که بتونه واقعا جونشون رو بگیره، از بینشون ببره، با مرگ خاموش، با اعدام خاموش اینها رو از بین ببره، همونطور که تا حالا این کار رو کرده. اما خب طبعا وقتی از زندانیان سیاسی صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی سعی میکنه به طرق مختلف اینها رو تحت فشار بده، از طرفی تبعید کردن زندانیان به زندانهای مختلف که متاسفانه در یکی دو مورد شاهد این بودیم که خانواده‌هایی که به ملاقات زندانیانشون رفتن یا تصادف کردن و جونشون رو از دست دادن، خود تبعید زندانی به مناطق دوردست یک خانواده رو تحت فشار میذاره که نتونن ملاقات بکنن، و از طرفی دیگه زندانی رو در شرایط بسیار ایزوله قرار میده و در زندانهای مختلف میذاره. اما بخش دیگه که اخیراً جمهوری اسلامی قبلا هم این کارو کرده ولی مخصوصا اخیراً یورش به زندان‌هاست در تحت عناوین مختلف، بند 350 اوین یکی از نمونه هایی بود که خیلی در اخبار منعکس شد و از طرفی حمله به زندان شهر ری بود که چندی پیش این رو دیدیم و چند نفر از زندانیان زن رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن، و از طرف دیگه خبری که اخیراً شنیدیم در واقع حمله کردن و یا به عمد به آتش کشیدن بخشی از زندان اوین، بخش روحانیت بود که از اون طریق بخوان زندانیان رو تحت فشار بذارن، از این طرف بگن که این یک اتفاق بوده و چیزی نبوده، ولی شما تمام شواهد رو کنارم میذارین که این یک اتفاق ساده نبوده. در این رابطه ما با صحبتی خواهیم داشت به زودی با خانم مریم معزنزاده، نماینده حسین کاظمینی بروجردی. کاظمینی بروجردی حدود 8 سال هست که در زندان هستن، تحت واقعا شدیدترین شکنجه ها بودن، همیشه نامه هایی به خارج از زندان ارسال داشتن که نامه اخیرشون رو من قبل از اینکه ارتباطمون با مریم معزنزاده وصل بشه خدمتتون میخونم. ایشون در بخشی از نامه شون گفتن که در کیفرخواستی که از ناحیه دادستان ویژه روحانیت شیخ جعفر قدیانی تنظیم شده بود به عنوان محارب، ایشون رو به عنوان محارب شناختن، درخواست اعدام شده بود برای ایشون و باز هم به خاطر وسعت حمایت‌های آزادی‌خواهان در دنیا از قتل ایشون صرف نظر کردن، به اصطلاح عقب رونده شدن. ولی چیزی که ایشون گفتن که ولی در طول ایام حبسم مرتباً با توطئه‌های پنهانی و سوء قصد‌های نامرئی عوامل اطلاعاتی و امنیتی مواجه بوده هم. گاهی مامورین خود را با در کسوت زندانی به کنارم می آوردن تا آب و غذایم را آلوده و به عناصر بیماریزا نمایند و بازتاب آن را در انهدام اعضا و جواره هم مشاهده می کنم که از نواحی قلب و ریه
و مغز و چشم و استخوان و کلیه و معده و اعصاب آسیب جدی دیدم و در موقعیت جبران ناپذیری قرار گرفتم و زمانی به آتش سوزی های عمدی و از پیش تعیین شده مبادرت می کنند تا با حوادث ساختگی مرگ مرا رقم بزنند. این تنها بخشی از این نامه ایشون بود که دوستانم صحبت های بیشتر رو از زبون خود مریم معزنزاده بشنویم که ایشون رو میدونم رو خط داشته باشیم و صدای ما رو داشته باشن. صدای مریم معزنزاده رو از طریق این برنامه داشتیم که واقعا در زمینه دفاع از نه تنها حسین کاظمی بروجردی، در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و وضعیتشون، منعکس کردن وضعیتشون سهم بسیار زیادی داشتن. مریم معزنزاده به شما سلام میکنم، امیدوارم صدای من رو داشته باشین. سلام و درود بر شما و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه. مریم معزنزاده، من یه مقدار خیلی کوتاهی در رابطه با آقای کاظمینی بروجردی صحبت کردم و بالاخص آتش سوزی اخیری که بود که به نظر من خیلی جاها منعکس نشده بود. شاید بینندگانی که همین حالا این صحبت ها رو میشنون اصلا این خبر رو نداشتن که همچین آتش سوزی صورت گرفته. آیا میشه یه مقدار در مورد این حادثه صحبت بکنین؟ چه جوری بود؟ آیا کسی آسیب دیده؟ بفرمایید. بله، متشکرم شیوای عزیز از فرصتی که در اختیارم میذاریم تا صحبت کنم در این رابطه. بله، این آتش سوزی در سحرگاه روز دهم تیر ماه بوده در زندان در بند ویژه روحانیت. به هر حال شنوندگان عزیز میتونن تصور بکنن که آدم چقدر آتش سوزی در منزل حتی اتفاق بیفته شوک برانگیزه و آدم رو نگران میکنه. حالا شما تصور بکنی حال زندانیانی که میدونن درها بهشون بسته است و با چه صحنه و با چه استرسی مواجه میشن وقتی که میبینن شعله های آتش بالا اومده و دود داره میاد و مراجعه میکنن به آیفونی که میتونن ارتباط برقرار کنن، میبینن آیفون قطعه، درها بسته است و نگهبانان جواب نمیدن. خب این خیلی، یک لحظه آدم خودش رو جای اونها بذاره میتونه تصوری داشته باشه از اون همه فشار عصبی که به آدم وارد میشه. بعد هرچه تلاش میکنن زندان نگهبان ها پاسخ نمیدن و اونها سعی میکنن وسایل رو پیدا کنن، به میله ها بزنن، به در و دیوار میکوبن و سر و صدا میکنن. حدود 10 نفر بودن زندانیان اون، بعد تا بالاخره سر و صدای اونها رو در اون موقع صبح زود از بند سپاه که روبروی اونجا هست زندانیان دیگه میشنون بیدار میشن و زندانباناشون رو بیدار میکنن یا صدا میکنن و تا اولین کسی که بیاد به داده اینها برسه مدت طولانی طول میکشه، جوری که بعضی از وسایل زندانیا سوخته بوده. و به هر حال این اتفاقی بوده که افتاده، ولی همونجور که شما اشاره فرمودین هیچ کدوم از رسانه های داخلی و مقامات مسئول زندان ها که معمولا مدیر کل زندان ها طبق قانون اساسی خود جمهوری اسلامی مسئول هست نسبت به حادثه که داخل زندان انجام صورت میگیره و مسئول حفظ جان زندانیان هست و رئیس خود زندان یا قوه قضاییه یا شخص رهبر مسئول اینها هستن به ترتیب اولای داخل. فکر میکنم ارتباطمون قطع شد با ایشون، من مجددن این رو مجددن ارتباطمون رو وصل میکنیم. امیدوارم که ارتباطمون با مریم معزنزاده وصل بشه و از شما صدای من رو داشته باشین با پوزش. مریم معزنزاده جونم، فکر میکنم بفرمایید شما رو خط هستیم. بفرمایید. خواهش میکنم تا کجا شنیدین چی باجا؟ فکر میکنم در رابطه با همین که خود آتش سوزی اتفاقی نبوده. بله، و هیچ اطلاع رسانی از سوی به اصطلاح مقامات صورت نگرفت، رسانه ها هم ننوشتن. این خودش جای سوال داشت، این که اون ساعت صبح بوده هیچ گونه تردد و فعالیت خاصی نیست، خب یه کمی شک برانگیز بوده، ولی این که یعنی عکس العمل بعدش بیشتر این رو تایید میکنه، این شک رو که هیچ گونه اطلاع رسانی نکردن، دیر اومدن، اصلا نمیخواستن بیان، چرا همه چی قطع بوده، چرا بعد تلفن ها رو قطع کردن، زندانیان از طریق دیگه توسط بندهای دیگه اطلاع به خانواده هاشون داده بودن که آتش سوزی شده. اینا همه دلیل هست
و اینکه کمترین کاری که میتونستن مسئولین زندان ها یا مسئولین این حوادث معمولا مثل مدیر کل زندان ها یا رئیس خود زندان اوین بکنه برای اینکه خودش رو حداقل تبرئه بکنه از مزان اتهام این بوده که یک توضیح کوتاهی بده و یه معذرت خواهی بکنه از خانواده های زندانی ها، اما این کارو نمیکنه تا اینکه روز 15 یعنی 5 روز بعدش در اثر انتشار تو بعضی سایت ها و عکس العمل مثلا امنیستی اینترنشنال که نامه نوشته بودن برای زندان که چرا این اتفاق افتاده و نامه خود آقای بروژدی که الان شما قسمت هایش رو در برنامه‌تون خوندین منتشر شد، اونها هم به طور ضمنی اشاره کرده بودن که اول گفته بودن ترسیب میشه ولی بعد گفته بودن که در خانه انسان آدم ها ممکنه دو تا سیم به هم بگیره، ولی هیچ توضیح اضافه یا معذرت خواهی یا توضیحی برای زندانیان اصلا نداده بودن. بله، آیا خانواده ها پیگیر این قضیه شده بودن یا تونسته بودن بشن؟ از خانواده بقیه زندانی ها اطلاع ندارم. خانواده آقای کاظمی بروژدی هم نتونسته بودن پاسخی از مسئولین بگیرن وقتی مراجعه کرده بودن و اونها هم خیلی رفتاره غیر انسانی دارن معمولا با زندانیا و خانواده هاشون، خیلی توهین‌آمیز و بسیار ریاکارانه و دروغگو هستن، پاسخی نمیدن. منتها اخیرا هم در خبرها هست که اگر شیوای عزیز دیده باشی هم هرانا هم فعالین حقوق بشر و سایر سایت های حقوق بشر منتشر کرده بودن که دو نفر از مسئولین دادگاه ویژه روحانیت وارد سلول آقای کاظمی بروژدی میشن. خب اول زندانیا فکر میکنن به خاطر این آتش سوزی حداقل بعد از گذشته یک هفته 10 روز کسانی اومدن که ببینن چی بوده و پاسخگو باشن، ولی اونها یک راست میرن توی سلول آقای بروژدی و با عصبانیت و خشونت جویا میشن که چرا این خبر رو منتشر کرده. یعنی به جای اینکه نگران جان زندانیانشون باشن، احوال اونها رو بپرسن یا ببینن خسارت چقدر بوده، به جای اون هم نگران انتشار این خبر هستن. و این خیلی تأسف‌باره که مسئولین یک کشور اینگونه با شهروندان خودشون رفتار میکنن، حالا چه زندانی چه غیر زندانی. شواهد زیادی هست که چه هیچ ارزشی برای شهروندان خودشون قائل نیستن. بله طبعا خیلی حرف مضحکی زدن، چون کسی که تو خونه خودش باشه اولا میتونه بره بیرون، دومن میتونه تلفن بزنه و همه اینها. به هر حال چیزی که مشخصه و شما میگین همه دال بر این هستش که عمدی بوده این کار. اما سوال آخرم ازتون این هستش، اگه میشه مقدار در رابطه با وضعیت آقای بروجردی آخرین خبر، مخصوصا در رابطه با وضعیت جسمیشون، چون اطلاع دارم که به شدت تحت فشار هستن، اگر لطف کنین آخرین خبر رو به ما بگیم ممنون میشم. بله خواهش میکنم. همجان که ایشون خودشون توی نامشون اعلام کرده بودن که خیلی جالب بود اتفاقا برای من که ایشون خودشون مکتوب کردن و مثل گزارش حقوق بشری به بیرون انتشار دادن، این اولین باری هم نبوده که به جان ایشون سوء قصد شده. بارها این کار رو کردن و خواستن ایشون رو یا تحت فشار بذارن و خودتون در جریان هستین که ایشون هم یکی از زندانیانی هستن که شاید به نحو خیلی شدیدی مدت‌های طولانی است که از دارو و درمان محرومند. وضعیت ایشون وضعیت خوبی نیست به خاطر طولانی شدن حبس ایشون که نزدیک به 2870 روزه که در زندان هستن. ایشون داره میشه 8 سالشونه که زندان هستن بدون هیچ وقفه‌ای و حتی یک ساعت مرخصی نداشتن. این همه تحت فشار بودن و شکنجه و ناراحتی روحی حتی بهشون وارد میکردن. کسی که تمام اعضای خانواده‌اش رو بردن زندانی کردن، اغلب اونها رو شکنجه کردن حتی پیش چشم ایشون و خیلی صحنه‌های بدی رو ایشون دیدن. به هر حال خیلی سختی‌ها کشیدن در طول این 8 و الان عوارضی رو دچار شدن در اثر این همه سالهای طولانی زندان و شرایط بعد زندان، از جمله ناراحتی قلبی و تنفسی که بیشتر این ناراحتی رو برای ایشون ایجاد کرده و این دود ناشی از آتش سوزی هم ناراحتی تنفسی ایشون رو بدتر کرده بوده و خیلی ایشون ناراحت و اذیت شده بودن که همچنان ادامه داره محرومیت از دارو و درمان ایشون. و همونجور که در خبرها اومده این دو نفری که اومدن ایشون رو تهدید کردن که به انفرادی سپاه میبریم و دست و پات رو قطع میکنیم، به این شکل تهدید کردن و تو رو حتی میکشن اونجا و تو مرتد و محاربی. این رو عنوان کردن به زندانی که اینقدر تارا بهش سختی دادن و داره دوران محکومیتش رو طی میکنه، به این شکل برخورد کردن. من امیدوارم که حالا همجور که دیدین
نگرانی اینها از اطلاع رسانی بوده. این خودش یه به جز اینکه حالا تأسف بار هست، ولی یه چیزی رو نوید میده و اون اینه که این همه این رژیم جنایتکار از اطلاع رسانی و رسیدن خبر زندانیا به بیرون عصبانی و نگران میشه. این باید شما رو و عزیزانی رو که تو این عرصه رسانه‌ای و فعالیت حقوق بشر فعالیت میکنن، فعالان حقوق بشر، یک برگ سبزی از یک نشونه‌ای هست که چقدر کارشون مهمه و اهمیت داره و باید همینطور پایدار و با استقامت ادامه بدید به اطلاع رسانی وضعیت زندانیان. من خیلی از همه شما تشکر میکنم، مثلا شما شیبای عزیز. منم تشکر میکنم مریم گرامی و امیدوارم مجدداً شما رو در برنامه های آتی داشته باشیم. خیلی ممنون. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، بله، گفتگویی بود با مریم معزنزاده، نماینده حسین کاظمینی بروجردی. و واقعا وقتی اینا رو کنار هم دیگه میذارین، یورش به زندان ها، آتش زدن زندان، تبعید زندانی، فرستادنش به سلول انفرادی، فشار آوردن برای اینکه زندانی راهی نداشته باشه غیر از اعتصاب غذا و همه اینها، محروم کردنش از دارو و درمان و همه اینها تنها موارد کوچیکی هستش که در زندان‌ها اعمال میشه. من جهت اطلاعاتتون بدم که خط‌های تلفن باز هستش، حتما تلفن بزنین و دوست دارم از شما سوال کنم با در نظر گرفتن همه این فشارها، فشارهایی که فقط شاید بگم در قاموس شکنجه به اون تعریفی که میشه نمی گنجه، بلکه با اتفاقات ظاهر به نظر میاد، اتفاقاتی که خودشون بهش میگن حادثه و حادثه یکی از پیش سازماندهی شده زندانی رو تحت فشار میذارن. واقعا چجوری میشه اون اطلاع رسانی رو که مریم معزن هم اشاره کردن هرچه بیشتر کرد؟ روز دهم تیر ماه این آتش سوزی در بخشی از زندان اوین بند روحانیت صورت میگیره و به اون شکل انعکاس پیدا نمیکنه، در شرایطی که اگر این ادامه پیدا میکرد زندانیان اون بخش جانشون رو از دست میدادن و اینها احتمالاً اعلام میکردن که یک آتش سوزی بوده، یک اتفاق بوده. چه چیزهای دیگه شما خبر دارین که در زندانها به اشکال مختلف به زندانیان سیاسی و خونواده هاشون تحمیل میشه؟ ما بارها در رابطه با محروم کردن زندانی از دارو و درمان صحبت کردیم. کارزاری رو در این رابطه به اسم نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد رو اعلام کردیم و هنوز هم ادامه دادیم که در اون خبر رسانی کنیم، اطلاع رسانی کنیم که محروم کردن زندانی از دارو و درمان به معنی کشتنش، به معنی مرگ خاموشه، به معنی اعدام خاموش زندانی هستش. وقتی تمام اینها رو در کنار هم میذارین، واقعاً چه تصویری میگیریم؟ چه جوری میتونیم صدامون رو بلندتر کنیم؟ با مصاحبه کننده اولمون که صحبت کردیم، محمود صالحی، اشاره کردن که خب نمیشه فقط روی فیسبوک، روی میدیای اجتماعی، فضای مجازی اونجا اعتراض کرد، با این اعتراض رو وسیع‌تر کرد. معنی این که واقعا اعتراض رو وسیع‌تر کنیم، بیشتر از خبر رسانی باشه، بیشتر از اطلاع رسانی باشه، چی هستش؟ چه جوری میتونیم این کارو بکنیم؟ هر کدوم از ما چه نقشی داریم در این مسئله؟ چجوری میتونیم واقعا فشار بیاریم به جمهوری اسلامی عقبش برونیم که نذاریم هیچ زندانی دست به اعتصاب غذا بزنه و وضعیت جسمیش از اون چه که هست بدتر و بدتر بشه؟ این سوالایی که دوست دارم با شما بیننده عزیز مطرح بکنم که ببینم نظرتون چیه، که با نظرتون، صحبتتون واقعا اون این برنامه رو هرچه پربارتر کنید، همه جانبه تر کنید و شاید مشترکاً اینا رو رو هم بذاریم ببینیم چه کارهای دیگه این میشه کرد. دیروز در برای مثال در کشورهای زیادی تظاهرات، تجمع بود در حمایت از کارگران زندانی. این میتونه یه نمونش باشه. خود فراخوان از داخل زندان که توسط شارخ زمانی داده شده بود، کمپین حمایت از کارگران زندانی، کمپینی است که در واقع تعدادی از این فراخوان‌های کشورهای مختلف رو سازماندهی کرده بود، با اتحادیه‌ها تماس گرفته بود. چه راه‌های دیگری هستش؟ اگر شما کسی هستین که در خارج از ایران هستین، چه امکاناتی در دسترس دارین که بتونین صدای این زندانیان باشین، که بتونین حتی سانسور خبری رو که گاهن وجود داره و صحبتی در رابطه با وضعیت زندانی نمیشه و یا صحبت از تعدادی فقط از زندانیان میشه، چجوری میشه این سانسور خبری رو در هم شکست؟ وقتی که خونواده کارگر زندانی میره اونجا مقابل دفاتر رسمی و میگه که
وضعیت مالیم به این شکل هستش، شما نباید کسی رو که نوناور این خونوادش به زندان بندازین، باید تکلیفش رو روشن کنین، با تهدید و ارعاب روبرو میشه. من و شما چجوری میتونیم به این خونواده ها کمک بکنیم؟ همبستگیمون رو با اونها اعلام بکنیم، عملا از اونها دفاع بکنیم. به معنی همین، حالا قبلا ما با صحبت کردیم در رابطه با اعتصاب غذا و فکر میکنم هفته قبل بود که مشخصا، من اگه اشتباه نکنم، صحبتی داشتیم، بله، با همسر لطیف حسنی، زندانی سیاسی که در زندان که دست به اعتصاب غذا زده بودن. ایشون بعد از 52 روز خوشبختانه اعتصاب غذای خودشون رو به پایان رسوندن و به یکی از مطالباتشون رسیدن که انتقال به بند سیاسی زندان رجای شهر کرج بود. و لطیف حسنی که با همسرش در دو برنامه گذشته صحبت کردیم، از قبل وضعیت جسمیش تحت فشارهای خیلی زیادی بود، از جمله قلبش، و خود اعتصاب غذا وضعیت جسمیش رو طبعا بدتر کرده. رضا شهابی کسی دیگه هستش که دست به اعتصاب غذا زده، هنوز در اعتصاب غذا به سر میبره. طبق خبری که تا همین امروز به دستمون رسیده و محمود صالح اشاره کردن، ایشون هنوز اعتصاب غذاشو از بین نبرد، از به اصطلاح نشکسته. و چی کار میخوایم بکنیم؟ در برخی از سخنان مصاحبه کسانی که باهاشون مصاحبه میکنیم، صحبت از فشار میشه که فشار تاثیر داره. با زندانیان سیاسی که از زندان آزاد شدن صحبت که میکنیم، میگن فشار تاثیر داره. ما به عینه در داخل زندان میتونیم این رو ببینیم، لمس بکنیم که چقدر فشار زیاده. درسته فشار به زندانی سیاسی میارن، اما در این حال میدونن که دنیا داره نگاهشون میکنه و داره فشار میاره که نتونن زندانی سیاسی رو با شکنجه های بیشتری روبرو بکنن. و سوال اینه که چه کارهای دیگه میشه کرد؟ شما از خیلی وقتا میایین صحبت میکنین در رابطه با حمایت از زندانیان سیاسی، در رابطه با اینکه چه کار میشه کرد صدای زندانیان سیاسی بود، ابتکارهای مختلف در چه سطحی میشه واقعا شعار آزادی زندانیان سیاسی رو که خوشبختانه به یک شعار بسیار سراسری تبدیل شده، هرچه وسیع‌تر و وسیع‌تر به صورت عملی پیش برد. و به فرض مثال چجوری میشه زندانیانی رو که حالا ما اسم اسامی رو گاهن اسامی برخی از زندانیان سیاسی رو اینجا صحبت میکنیم، ولی چجوری میشه که تعداد هرچه وسیع‌تری از این زندانیان به دنیا شناسونده بشن؟ حتما تلفن بزنین، دوست دارم نظرتون رو بدونم، ببینم چی فکر میکنین در این رابطه. از نظر شما حمایت از زندانی سیاسی چه معنی میده؟ آیا شما خودتون زندانی سیاسی بودین؟ آیا شما خودتون خانواده زندانی سیاسی بودین؟ آیا با خانواده های زندانیان سیاسی در ارتباط بودین؟ آیا هم محله ایتون هستن، هم کارتون بودن؟ اگر خودتون رو جای اونا بذارین، واقعا چه حمایتی میخواین؟ چه جوری میتونین حمایت بکنین؟ طبعا حمایت صرفاً حمایت مالی نیستش. خیلیا صندوق کمک مالی، جمع‌آوری کمک مالی برای خانواده‌های زندانیان سیاسی میذارن در بین دوستان و آشنایانشون، اما در این حال تعداد دیگه از طریق اطلاع رسانی، خبر رسانی، شرکت در تجمعات، صحبت کردن در خود همین برنامه. شما وقتی که من همیشه گفتم میایین و صحبت میکنین، حضورتون رو نشون میدین به خونواده های زندانیان سیاسی، حضورتون رو، همبستگیتون رو اعلام میکنین نسبت به این خونواده ها. اشکال نداره، هرچند که هر بار هم در رابطه با موضوع زندانیان سیاسی ما مرتباً صحبت میکنیم. مهم اینه که چرا نباید صحبت کرد؟ چرا نباید ساعت‌ها رو به این عزیزان اختصاص داد؟ من گاهی پیش میاد که تعدادی از شما از اون رو خط تلفن میان، در مورد مسائل دیگه صحبت میکنیم. شاید من با خیلی میخوام که این برنامه رو صرفاً برای زندانیان سیاسی نگه دارم، چون من فکر میکنم رسانه‌های خیلی زیادی هستن، برنامه‌های خیلی زیادی هستن که میتونن در مورد مسائل مختلف جامعه صحبت بکنن. چیزی که جاش خالی هستش برنامه ویژه زندانیان سیاسی که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که این برنامه رو داره، سعی کرده این رو تضمین بکنه، سعی کرده هر دو هفته یک بار این رو بذاره و این رو صرفاً و صرفاً به زندانیان سیاسی اختصاص بده. چرا که ما معتقدیم این عزیزان لایق بیشترین توجه ها هستن. من فکر میکنم هر اعتراضی که میشه باید 100 برابر در موردش صحبت بشه. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. با درود خانم فرمودی، خسته نباشید. خیلی ممنون، تشکر میکنم. من یه سوال شما دارم. آیا جامعه جهانی در مقابل این کارهای پلید جمهوری اسلامی سکوت کرده
دو خواستم از مردم ایران، من داخل ایران دارم زندگی می‌کنم، بچه خوزستانم برای هم زنگ دادم. ما که میگیم مثلا کسایی که مثلا میگن ما سیاسی نیستیم، چجور وقتی به لبنان و فلسطین و غزه و عراق و سوریه میرسه کارشناس سیاسی میشیم هر کدوممون، ولی در مقابل زندانی های سیاسی خودمون نمیخوان دو کلام حرف بزنیم تو خیابون. و یه نظر دیگه دارم دیگه، ما باید عکس عمل نشون بدیم، باید عمل کردمون با بخش اعلامیه با حمایت از خانواده های سیاسی اینا باید حمایت بشن. اگه واقعا کسی هست که میتونه راه انجام بده، من این پیشنهاد دارم. من در سطح فقط میتونم اعلامیه کار کنم، در سطح افکار عمومی مثلا خیابون بتونم کاری کنم، شهری کار کنم. و ما باید اتحاد پیدا کنیم خانم محبوبی، تا همینجوری واسدادیم یکی حرف بخواییم حرفی بزنیم همدیگه رو سرکوب کنیم، این نشد. این زندانی های سیاسی، این زندانی های سیاسی قهرمان هست. اولا خانم محبوبی من یه سوال دارم، مگه اینا برای چیزا خودشون رفتن دزدی کردن مواد فروختن؟ نه، برای ملت رفتن، برای جامعه رفتن، برای انسان‌ها رفتن، برای گفتار، برای گفتن حقوق من کارگر، برای حقوق اون کودک خیابانی، برای همه رفتن زندان. و چجوری الان همه ساکت شدیم؟ نه بعد همه میسان حالا به اکثر حرف نمیزنن، تا میگی سیاسی همه ساکت میشن، اما حرفی از برون کشور بشه هممون کارشناس میشیم، هممون میگیم فلان چی خزه نمیدونم چی چی، حتی مشکار هم شماره هاشونو میخونیم که کجا میرن چی جوری میشه با کدوم اسلحه جنگ میکنن. من از مردم شریف ملت ایران تقاضا مندم دیگه بستونه، بس دیگه، چقدر خودتونه به خواب زدید بیدار شید؟ خزه نشدید؟ نمیخواد بیدار شید؟ یه کم نگاه دور براتون کنید، تو خیابون حرف بزنید، چه اشکال داره؟ ما کی میتونه بگه بابا نمیتونه حرف بزنه؟ هیچ کس نمیتونه جلوی زبون شما رو بگیره. مردم حرف بزنید. خدا خیلی ممنون، تشکر میکنم دوست عزیز. جامعه جهانی سکوت کرده؟ اگه از من بپرسید میگم آره سکوت کرده، بستگی داره چی تعریف میکنیم جامعه جهانی رو. من فکر میکنم خود به اون حدی که میگیم آره سکوت کرده به معنی. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. خانم محبوبی درود بر شما و درود به تمام بینندگان محترم شما. خیلی ممنون، درود بر شما، بفرمایید. خانم محبوبی ما میدونم این زندانی سیاسی ما داریم در عذابن، اونها خانواده هاشون هم در عذابن، من خودم هم زندانی سیاسی بودم، 4 ماه زندان کشیدم. اما ما الان زندانی به نام ایران داریم، الان درسته این زندان ها در عذاب هستن، مردم ایران الان در این زندان بزرگ هستن، این آخونده گروگان گرفتن ملت ایرانو و متاسفانه ملت ما هم گیج و منگ شدن. الان بعد از 35 سال مردم ایران فهمیدن که این آخون جماعت اصلاح بشو نیست و اصلاح هم نخواهد شد. و راه و چارش هم در این من میبینم که با اتحاد و همبستگی بتونیم کلیت جمهوری اسلامی رو ما به درک واصل کنیم و بتونیم به آزادی برسیم. هیچ راه دیگه ندارم، راه دیگه این است که کشورهای دیگه به ما حمله کنن، بشه مثل سوریه یا بشه مثل عراق یا این بساط رو ما داشته باشیم در ایران. ملت ایران باید و باید هیچ راهی ندارن، یک روز خاصی رو در نظر ما بگیریم، همه با هم ما بیاییم بیرون، حرفمون رو بزنیم، بتونیم ندای خودمون رو برسونیم. همون موقع که نجیم از ترسش رژیم آخوندی فرار کنه و این که مردم بترسن که ما اگر خون بدیم، بله در راه آزادی بایدم خون داد. من یکی خودم به شخص آماده هستم که این خون رو در راه وطنم بدم. من در اون 4 ماه زندان بودنم حرفای آمچنانی به من میزدن، درست شکنجه نکن، شکنجه روحی شدم، من جسمی نشدم، اما حرفای ناسزاهای بعد میگفتن که دیابت همون خامنه‌ای رو خانواده شدن. ممنون، سپاسگزارم از شما. خیلی تشکر میکنم، ممنون دوست عزیز. و
بله واقعا خب درسته، راه نهایی سرنگونی جمهوری اسلامیه، این رو فکر کنم هیچ کدوممون حداقل اکثریت عظیم مردم در ایران فکر نمی کنن که با بودن جمهوری اسلامی هنوز میشه زندگی خوبی داشت. اینجوری نیست، درست میگین، راه سرنگونی هستش، ولی این خیلی تکرار میشه که ایران یک زندان بزرگه و درست میگین، کاملا اینجوریه. ولی ببینین، من یه چیزی رو که میخوام برجسته بکنم، یه مبارزاتی توی اون جامعه هست که قدمای بزرگی برمیداره در راه همون هدف سرنگونی رژیم. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. الو خانم شیبا محبوبی، سلام علیکم. سلام میکنم، بفرمایید. منم میگم همگی ایشالله با هم باشیم میتونیم پیروز چیم توی میدون، میتونیم بیایم بیرون حرف بزنیم، میتونیم با هم بشینیم گفتامون رو مطرح کنیم، نیرو جمع کنیم، حسنی میتونیم خودمون میتونیم این اثر رو ایجاد کنیم. بله الان دوستان از اون اومدن گفتن اعلامیه، همین اعلامیه میتونه بسیاری از مردم رو گردم جمع کنه. خسته نباشید. خیلی ممنون، تشکر میکنم دوست عزیز. خیلی مهمه همونطور که گفتم صداتون رو داشته باشیم اینجا، اینکه نظرتون، اینکه چی فکر میکنین، اینکه از چی حمایت میکنین، همین هست که اتفاقا میتونیم با همدیگه بحث کنیم، صحبت بکنیم، راه حل پیدا بکنیم. این برنامه صرفا یه برنامه خبررسانی نیستش، بلکه یه برنامه ای است که من و شما، ما و شما هممون فکرامون رو هم بذاریم و ببینیم چی کار میشه کرد برای اینکه زندانیان سیاسی آزاد بشن. من برگردم به این نکته، حتما تلفن بزنین، من در بین صحبتاتون صحبتامو خواهم کرد، ولی بیشتر دوست دارم صحبت های شما رو بشنوم. چیزی که هستش، آره ایران زندان بزرگی هستش، زندان بزرگ همه تو زندان، اونی هم که خارج از زندان هستش تو زندانه، به یه نوع دیگه، شاید تو زندان فیزیکی دیوارا نباشه ولی به یه نوعی هم هست. ولی که سوال اینه که مبارزه، ببینین چقدر شما زندانی سیاسی توی زندانا دارین، به همون اندازه بهتون داره میگه چقدر آزادی ها و آزادی بیان و غیره تو جامعه وجود داره. تو جامعه ای که زندوناش پر از آزادی خواهان هستش، داره به شما یه چیزی رو میگه، میگه تو اون جامعه حق ندارین صحبت بکنین. و در نتیجه به نظر من مهم هستش وقتی که ما میگیم برای آزادی زندانیان سیاسی، معنیش فقط اون نیست که یه 100 نفر رو فیزیکن از زندان میاریم بیرون. این به این معنیه که شما دارین جمهوری اسلامی رو عقب میرونین، میگین که اگر پس فردا دستتون رو دراز بکنین یه جوان دیگر رو دستگیر بکنین، با اعتراض روبرو هستین. به یه معنی به همون اندازه که شما مبارزه میکنین برای آزادی تو اون جامعه در عرصه های مختلف، به همون اندازه دست جمهوری اسلامی رو در سرکوب مردم محدود میکنین. این قانونیه که همیشه هست، قانون طبیعته، میگن بهترین دفاع حمله است. و در نتیجه شما وقتی که یکی بهتون حمله میکنه نمیتونین فقط دفاع کنین، نمیتونین هم وایسین تا اون آدم از بین بره، باید حملتون رو شروع کنین، باید عقبش برونین. تا جایی که یکی از دوستان همیشه یکی دو بار اومدن صحبت کردن، گفتن اگه یه دزدی بیاد خونه شما چی کار میکنین، چجوری باش برخورد میکنین، آیا از خونه میندازینش بیرون، یا این که وای میسین تا یکی بیاد شما رو نجات بده، چه جوریه، چه وضعیتی هستش. در نتیجه من فکر میکنم مهم هستش که وقتی که شما در مورد آزادی زندانیان سیاسی صحبت میکنین، این رو فراتر از اون ببینین. این به معنی واقعا بخش بزرگی از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. سوال اینه چرا جامعه جهانی سکوت کرده؟ به نظر منم سکوت کرده. چرا همین حالا که من با شما صحبت میکنم، در طول این هفته و ده روز مذاکرات در وین در رابطه با کشورهای 5+1 در رابطه با مسئله اتمی و غیره صحبت داره میشه، هیچ جایی از در رابطه با نقض حقوق انسانی در ایران نمیشه. درسته سازمان ملل اخیراً یک بیانیه داده بود و گفته بود که کمیسیون حقوق بشرش گفته بود که باید جایی داشته باشه، این اطلاعیه ها رو میدن، ولی چقدر به طور واقعی همون سازمان جهانی کار، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و همه اینها، و بخشن اینه که اینا از چی درست شدن. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، آیا اصلا این انتظار واقعی از اینا، آیا رسانه های مختلفی که وابسته به دولت ها هستن، آیا اینها امرشون این هستش که در مورد همه زندانیان سیاسی صحبت کنن؟ نمیکنن این کارو. ولی درست میگین، چیزی که به نظر من این سکوت رو در هم میشکنه، مسئله در واقع بین‌المللی هستش. براتون یه مثال بیارم. ببینین، من میخواستم در مورد این زندانی ابتدای برنامه صحبت بکنم. رویا صابری نژاد زن 48 ساله‌ای هستش که در اکتبر پارسال
به ایران مسافرت کرد، شاید بعضی از شما اسمش رو شنیده باشین. ایشون شهروند انگلیسی ایرانی هستش، در واقع شهروند انگلیسی هم هست، به ایران مسافرت کرد که خونمادش رو ببینه. روی فیسبوک یکی دو تا از این پستا و چیزا نوشته بود که جمهوری اسلامی رو حالا مسخره کرده بود یا چیزایی که همه ماها روی فیسبوک ها میبینیم، و ایشون رو دستگیر کردن. نمیدونم خبر دارین یا نه، ولی ایشون رو به 20 سال زندان محکوم کردن. کسی که درس میخوند اینجا و رفت خانواده‌اش رو ببینه، تنها گناهش این بود که روی فیسبوک، چیزی که از لحاظ جامعه جهانی باید هیچ اشکالی نداشته باشه، یکی دوتا کامنت زده بود، دستگیرش کردن، در حال حاضر در زندان هستش. حکمشون رو دادن 20 سال و حتی اجازه ندادن وکیلش، که هرچند وکیل داشتن در زندان جمهوری اسلامی در دادگاه خیلی فرمالیته هستش، صحبتی بکنه. دولت انگلیس هیچ کاری نکرده، از پارسال هیچ گونه کاری نکرده. میدونین تنها جوابی که داده گفته که متاسفانه در شرایط حاضر ما کاری که تونستیم کردیم، اما کار دیگه‌ای نمیتونیم بکنیم. خب من از شما میخوام که برای اون رو نگاه بکنین. دولت انگلیس داره سفارت ایران رو باز میکنه و تا حدودی باز کرده، داره روابط دیپلماتیکش رو تقویت میکنه. به همین دلیل حاضر نیست از کسی که شهروند خود اون کشور هستش دفاع بکنه. و رویا صابری نژاد در زندان هستش، معلوم نیست چه بلایی سرش خواهد اومد، شکنجه های روحی روانی شده. کسی که به قول بعضی ها که میگن نه جزو حزب و گروه سیاسی بوده نه هیچی، کسی بوده مثل خیلی آدمای دیگه که یه چیزی رو فیسبوک می‌نویسه. و من برمیگردم به این مسئله، وقتی در مورد این بیننده اول که زنگ زدن در مورد سیاسی بودن و غیره دارن صحبت میکنن، ببینین هر چیزی در ایران سیاسی هستش، هر چیزی. شما دانشجو هستین، تو خوابگاه هستین، دارین میگین خوابگاه خیلی گرمه، خیلی کوچیکه، غذاش خیلی افتضاحه، دارین اعتراض میکنین، شما رو میگیرن به عنوان زندانی سیاسی، تو زندان شکنجهتون میکنن، ممکنه اعدامتون بکنن، سر به نیستتون میکنن. خیلی راحتی هر چیزی که مخالف قوانین، سیاست ها، چیزایی که جمهوری اسلامی باشه سیاسی محسوب میشه. درنچه کسی که میاد، حتی در خیلی ها من دیدم، میگن من حقوق بشری کار میکنم، سیاسی کار نمیکنم. هر کسی تو اون جامعه، تو اون وضعیت، عملش سیاسی محسوب میشه. سیاسی رو بستگی داره چی توضیح بدین. تو ایران لازم نیست کسی عضو یک حزبی باشه لزومن که زندانی بشه، شکنجه بشه. اکثریت عظیم زندانیان سیاسی اتفاقا لزوماً تو تشکل خاصی نبودن و دستگیر شدن. تو اون شرایط هر چیزی با زندان و شکنجه و ارعاب روبرو میشه. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. من همونی بودم که زنگ زدم، الان اومدم میخواد یه چیزی بگم. بفرمایید. من یادم من حسن روحانی خاصیات تو این زندانیان سیاسی آزاد میکنم. الان آنچه اومده رفت و بالا بالا نشست و الان ول کرده، هیچ یک از خواستهاشم که گفته عملی میشه نشده. اینا شما رو دارن گول میزنن. مردم بیاید بیرون، بیاید بیرون اعتراف کنید. اگه نکنید خودتون رو بدبخت کردید، خودتون رو بازیچه اینا نکنید، بیاید بیرون. من خودم یکی از این چیزام، دست فروشان، میام بیرون میبینم اصلا خیابون داغونه، فقر، فضاکت، زندانی، اصلا اینا همه باید جمعشیم داره هم. خیلی ممنون دوست عزیز. بله واقعا هر چیزی اطراف شما. بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی هستش و فعال کودکان بود، همون کودکان خیابونی که صبح تا شب شما دارین میبینینش. حتی دفاع از اونا جرمه. علیه هر چیزی بودن تو ایران که چارچوب جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه جرمه. هر چیزی، هر چیزی ممکنه باشه. نمونه وضعیت رویا صابری نژاد خیلی مشخصه. و در این حال اتفاقا سیاستی که پشتش این هسته، جمهوری اسلامی عمدن کسانی رو که شهروند دو کشور رو دارن بیشتر تحت فشار میذارن، چرا که به عنوان گروگان ازشون استفاده میکنن، تو زد و بنداشون با کشورهای مختلف آوانس میگیرن از اون کشورها، وقتی که بخوان و به نفعشون باشه آزادشون میکنن و همه اینها. و من خب درست میگین دوست عزیز، شما میگین که سکوت جامعه جهانی، ولی من سوالم اینه خب چجوری میشه؟ چجوری میشه سکوت جامعه جهانی رو، که حالا من جامعه جهانی رو تعریف میکنم بر اساس سازمان های جهانی وابسته به دولت های مختلف، و
و همه اینها. حتی من میخوام فراتر از اون برم، حتی عفو بین الملل و قول گذاری، چرا نباید بیشتر از اون چیزی که هست انجام بدن؟ چه جوری ما میتونیم این کارو بکنیم؟ همین حالا که تو وین جلسات مختلف هستش، چه جوری میشه تحت فشارشون گذاشت؟ چی کار میشه کرد؟ ما منتظر میشیم، تمام اینها میگذره، چی کار میخوایم بکنیم؟ و این به نظر من سوال واقعی هستش که وقتی که میگیم سکوت جامعه جهانی معنی داره، و در این حال من فکر میکنم ما هنوز این فشار رو میاریم، شما نمیخوایم فشار رو از روشون وردارین. اینکه در رابطه با زندانیان سیاسی ما مرتبا صحبت میکنیم و میگیم مسئله است، مسئله است، درسته فقر، اعتیاد، بیکاری، همه اینا، ولی میدونین چیه؟ همین خود شما فردا برین بگین من کار میخوام تو خیابون با دو نفر، انظر جمهوری اسلامی اگه دو نفر باشین تجمع علیه نظام محسوب میشه. یکی از جرمای رویا صابرین نژاد و 8 نفر 7 نفر دیگه که باشون دستگیر شدن این بوده. در نتیجه همین شما اگه برای بیکاری، همین فقری که میگین برین تو خیابون صحبت کنین، جاتون تو زندانه. خب به این دلیله وقتی که شما رو مسئله زندانیان سیاسی صحبت میکنین، کار میکنین، فشار میارین، راهو باز میکنین، فضای توی جامعه رو بازتر میکنین، جمهوری اسلامی رو عقب میرونین و نمیتونن به همین راحتی آدما رو دستگیر بکنن. و من این سوالم رو به شماست، چجوری میشه، چجوری میشه اون سکوت شکست؟ برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. شما بله بفرمایید، رو خط هستین، صداتون رو دارم، رو خط هستین، بفرمایید. کلام خانم محبوبی، ما توی ایران به قول شما هر چیزی نفس کشیدنمون شده سیاسی. یا روز سال 64 بود، به خاطر این سبیلش بلند بود، هیچ کاره بود، کچه اینجا بود نشسته بود و پسر خیامون برای خود داشت آواز میخون، بردم پیش خلخالی، خلخالی گفت برای چه آواز میخونی؟ جوان قدی بود، گفت که به تو مربوط نیست، نمیتونست که این خلخالیه، فکر یه شخص معمولی گفت تن فقط بخاطر سبیلش یه دخون کرده، چون سبیلش بلند بود، چون سبیلش بلند بود. بعد شش ماه آزادیش اومد که آینه نه آزادی ادام بکنی، این شخص بودی معمولی اینه. دقیقا تو ایران هم کسی از نهان زیاد پیران بلا جوان پیران چیز بوشه سراشونه باید جوری اصلاح کنن بگیرن جوری سوسولی بگیرن اون سیاسی معصوم میشه، میگن تو چرا علیه اسکان بلند شدی؟ زنها اگه نگاه کن بتون هر جور دوست سرن بچرخن لباساشون هر جور دوست سرن بموشن یقشونه میگیره، میگن چرا علیه دولت قیام کردی؟ اینه تو ایران نگاه کن اگه کسی بگاه اینا آب چرا آلوده میگه زندان میندازن، تو چرا اعتراض کردی؟ اینه همه سیاسی. اینجا فقط باید بگی آقا خامنه‌ای هرچی گفته درسته، ما دستورمون دستش بوده، همین میگن سیاسی برای مردم، همه سیاسی هست گوشدی، اینا به مردم فشار میارن که مردم بلند میشه. حالا میترسم از مردم، من از همه جوانا، از همه دانشجویان، از همه طبقه کارگر، از همه دعوت میکنم به هر جور تونستن گوشدی پلاکات و پلتفرم حزب کمونیست کارگری تو کاغذ یاد رسمنویس کنن یا چاپ کنه، یعنی میشه این 5 تا 6 تا زیاد نمیخواد تو تمام جاها پخش کنه. و ما این آزمایش ها رو کردیم، اینا رو کردیم، با مردم استقبال کردیم، راجع به آزادی زندانی سیاسی، راجع به نمیدونم آموزش پرورش، آموزش رایگان، درمان رایگان، دارو رایگان، بیمه رایگان، اینا رو پخش کنن. چون الان دیگه موقعشه، چون اینا نگاه کن تو پرتگاه هستن، میشه اگر این کار نکنی اینا یه نفس بکشن میشه بیشتر مراقبت لازم کنی بهشون آمان بدی، تو ما اون دنیا باید نبشونی اینا دیگه نفس های خودشون میده بشن، تو خودشون بیچی کردینه. بله خیلی ممنون دوست عزیز، خیلی ممنون از نکاتتون و اینکه واقعا اینجوریه، یعنی همین مسئله اینکه لازم نیست که یکی حتما عضو حزب سیاسی باشه. دهه 60 مخصوصا اون اوان 30 خرداد 60 خیلی ها رو به خاطر اینکه قیافشون شبیه کمونیستا بود، شبیه مجاهدا بود، شبیه این و اون بود، میگرفتن و میکشتن به راحتی، اعدامش میکردن و میگفتن اینها به اصطلاح نباید وجود داشته باشن. به هر حال من همین سوالم اینه واقعا چیکار میشه کرد؟ بعضی از دوستان اومدن گفتن که خب باید بیایم تو خیابون، باید صحبت بکنیم. و یادم یکی از دوستان چند وقت پیش یه صحبت جالبی کرد، گفت ببین من زمانی که این میکروفونای صدا و سیما تو خیابونا
مصاحبه میکنن، من اومدم در مورد زندانی صحبت کردم، زندانی سیاسی صحبت کردم و اتوماتیک 7-8 نفر دور من جمع شدن، تعداد بیشتری جمع شدن و خود طرف مجبور شد بره و دیگه ادامه نده حتی به مصاحبهش. منظورم اینه که چجوری میشه واقعا همین مسئله رو، مسئله زندانیان سیاسی رو هرچه بیشتر جلو برد. یادتون نره که هر سنگری که همه ما فتح میکنیم، فشار میاریم به جمهوری اسلامی، یه قدم ایران رو نزدیکتر میکنیم به اینکه دیگر زندان نباشه. اینها به هم خیلی به نظر من ربط دارن. شما وقتی که نگاه میکنین اتحادیهای بزرگ میان از بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی حمایت میکنن، وقتی که میبینیم از داخل زندان فراخوان برای یک روز جهانی در حمایت از این زندانیان داده میشه و اتحادیه‌ها به این فراخوان جواب میدن، این یه همبستگی بین المللی رو نشون میده. ولی سوال اینه که آیا این همبستگی بین المللی چقدر بزرگه، چقدر قویه که همون سکوت جامعه جهانی رو به معنی حالا دولت‌ها و غیره رو تحت فشار بذاره، چقدر قوی هستش؟ سازمان جهانی کار همین اخیراً جلساتش رو داشت، چه فشارهایی روش بود؟ سازمان جهانی کاری که یکی مثل رضا شهابی نیست اونجا که صداش باشه، جمهوری اسلامی نماینده داره اونجا، کسی که داره همین کارگران رو از بین میبره و یا خیلی های دیگه. یعنی ببینین چند وقت پیش یکی از یه دختر جوان رو این گشت پاسدارا حمله کردن، تا داخل دانشگاه دنبالش کردن بخاطر اینکه حجاب سرش نبود و مورد ضرب و شتم قرار دادن. خب این کی هستش؟ آیا سیاسیه؟ چرا باید اینجوری بشه؟ برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام خانم محبوبی، بهتون خسته نباشی میگم. خیلی ممنون، بفرمایید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خانم محبوبی، در حمایت از فراخوان شارخ و زمانی، تعداد 80 تراکت با عکس رضا شهابی و با عنوان برای نجات جان شهابی زندانی سیاسی اقدام کنین در شرق تهران حفظ شده. ضمن درود بیکران به رضا شهابی، باید بگیم که جایی رفتار رایی برای زندانی نمیمونه جز رسوندن آسیب بدن خود با اعتصاب که متاسفانه صدمات جبران ناپذیری هم زندانی وارد میکنه. برای نجات جان همه زندانیان سیاسی هر چه در توان دارین باید انجام بدین. پیشنهاد میکنم به صورت انبوه تراکت هایی را در داخل قرفون و در لابلای صندلی ها قرار بدیم با عنوان دفاع از زندانیان سیاسی، که خوشبختانه رانندگان شرکت اتوبوسرانی هم در این مورد حمایت میکنند. زندانیان سیاسی جرمی ندارند جز دفاع از حقوق خود، دفاع از مردم، دفاع از عقیده و آزادی بیان. از آنها حمایت کنید، یا آنها باشید، نگذارید صدایشان خاموش بشه. سلامت آنها را سلامت تمام اعضای جامعه بدانید. همه آنها انتظار دارند که ما انعکاس‌دهنده صدایشان باشیم در شرایطی که دشمنان و مردم میخواهند خفقان ایجاد کنند. من صدای رضا شهابی هستم و درود میفرستم به رفیق عزیز شارخ بهیامی که علیرغم تجربیات فراوانی در داخل زندان فراخوان حمایت از رضا شهابی را اعلام کردند. با تن سپاسگزارم دارم از شما که لطف میکنید، زحمت میکشید، دست میذارید، بهتون خسته نباشید میگیم، براتون آرزوی تندرستی و سلامتی رو داریم. تندرستی و سلامت باشید. خیلی ممنون دوست عزیز. بله، در جواب این سوال که چی کارا میشه کرد، یکی از این چیزا این دوستمون گفتن که 80 تراکت در واقع بکس رضا شهابی در حمایت از رضا شهابی رو در شرق تهران پخش کردن و چیزی که متوجه میشم این که در حمایت از زندانیان سیاسی، این که عکساشون رو در جاهای مختلف خبر رسانی کنین، به مردم بگین چی میگذره، بشناسونین. اینها آدمایی هستن که باید هرچه بیشتر مردم اونها رو بشناسن به طور و همه اینا هستش که اون حس همبستگی رو نگه میداره. ابتدای برنامه وقتی که با محمود صالحی مصاحبه میکردم، یکی از مواردی که گفتن به خانواده های زندانیان سیاسی میگن که اگر کسی میاد به شما سر میزنه، شما اسمشون رو باید بنویسین بعد به ما ارائه بدین. این دارن نه تنها، یعنی از یه طرف ترس و وحشت جمهوری اسلامی رو نشون میده از تجمع، این رو بارها دیدیم، و از طرف دیگه با فشار گذاشتن، اونا میدونن که خانواده زندانی سیاسی این کارو نخواهد کرد، ولی این رو از لحاظ روحی روانی فشار رو روش میذارن. یکی از دوستان اومدن گفتن 4 ماه تو سکسلولی بودیم،
شکنجه نشدم ولی شکنجه روحی شدم. من میخوام بگم که اتفاقا شما خیلی بیشتر از شلاق خوردن شکنجه شدین. شاید تاثیر شلاق زدن یه جورایی بره ولی تاثیر روحیش نمیره. چیزی که حتی گذاشتن تو سلول انفرادی برای مدت طولانی، اسمی که براش گذاشتن شکنجه سفیده و در نتیجه خود همون مخربترین تاثیر رو داره از لحاظ روحی روانی و حتی بعد از اون که آزاد میشین روزها و سالها با اون دستگریبان هستین. امیدوارم واقعا بتونیم تو یکی از برنامه روی این موضوع صحبت کنیم، تأثیر شکنجه و زندان بعد از آزادی زندانی، چرا که همه فکر میکنن فرض کنین رضا شهابی، کاظمینی بروجردی، بهنام ابراهیم زاده، محمد رضا پورشجری، همه اینها در زندان 4، 5، 8، 10 سال در زندان میمونن، تمام این شکنجه ها رو در واقع متحمل میشن. وقتی که از زندان آزاد میشن تمام اینها تأثیرات روحی و جسمیش رو خواهیم داشت. یعنی من و شمایی که دفاع میکنیم از این زندانیا داریم مدت زمان اون شکنجه رو کمتر میکنیم. اگر بتونیم این زندانیا رو زودتر آزاد کنیم صدمه پذیر بودنشون رو کمتر میکنیم. و نکته جالب این دوستمون صحبت کردن اعتصاب غذا، دوست دارم ببینم نظر شما چیه در این رابطه. من طوری که متوجه شدم از حرف این دوستمون این بود که خب اعتصاب غذا نباید کرد، به جاش باید اعتراض کرد، به جاش باید تراک پخش کرد، صحبت کردم موردشون و من فکر میکنم این خیلی درسته. ببینین زندانی سیاسی، من بارها گفتم، مثل من و شما نمیتونه بره جلوی دفاتر رسمی اعتصاب بکنه، اعتراض بکنه، تراک پخش کنه. نهایت کاری که میتونن دارن میکنن. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سیوای عزیز شبتون بخیر. حتی من میخواستم چند نکته رو سریع بگم، نظر خودمون بگم. من بارها دیدم زندانیانی با لبخند یا به طور مشخص بگیم پوزخند، به عنوان مثال تحت عنوان روزنامه نگار، فعال حقوق بشر یا حتی کارگر فعال، چمدوناشون رو میبندن میگن دوره زندانمون آغاز شده. این از من میدونم که سرکوب وحشتناکه و میدونم امثال خامنه ای ها که سینما رکس آبادان رو به وجود آوردن همون عاملین قتل ندا آقا سلطان ها هم از پنج سال 88 که به خوبی نماز جمعه خامنه ای فتوا شد داد و به گفته یکی از این فعالین انصار حزب الله خامنه ای کسیه که معتقده که باید رو با وحشت تو دل مخالفاش بندازه. حالا به هر قیمتی اینا میخوان بزدلان و راهزنانه به هر شیوهی که میتونن به اصطلاح رو با وحشت بندازن، از اسیرای خودشون را نمیگذارن و همون آتیش سوزی که گفتین نمونه شه. من معتقدم که این فرهنگ باید کنار گذاشته بشه و کسایی که خودشون رو فعال میدونن اگر روزی قراره به زندان برگردن حداقل مقاومت کنن، چراها رو مطرح کنن، مردم رو بسیج کنن، به جای اینکه بگن که ما با افتخار داریم میریم زندان. این چرا، این مقاومت رو باید مردم رو دعوت کنن که با مبارزه، با مقاومت این کار صورت بگیره، نه اینکه کتبسته خودمون رو تحویل این رژیم کثیف از داعش بدتر، از طالبان و از القاعده بدتر ببرن. نکته دوم، بله جامعه بین الملل همیشه سکوت میکنه برای منافع اقتصادیش، ولی من معتقدم که بسیج مردم اینجا میتونه راهگشا باشه. ما هیچ کدوم نمیدونیم آمار زندانیای سیاسی در سطح ایران رو، ولی چه خوب بود تمام فعالینی که حالا حقوق بشر خودشون رو میدونن در داخل ایران، در خارج، احزاب سیاسی، سعی کنن این لیست تمام زندانیان سیاسی تو ایران رو تهیه و جمع‌آوری کنن، رو سایت بذارن. من هنوز معتقدم که اینترنت خیلی نقش مهمی داره و اجازه بدن که تومار در سطح جهانی برای زندانی آزادی زندانیان سیاسی امضا بشه، ولی لیست تمام زندانیا بدون اینکه کسی برجسته بشه و بقیه فراموش بشه. و از خانواده ایرانی زندانیان سیاسی دعوت میکنم که هیچ وقت هرگز
نه زندانی رو تشویق به سکوت کنن، نه خودشون سکوت کنن. اگه تو این عرصه همکاری بشه، بسیج مردم قدرتمندترین چیزیه که تو دهن دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی بزنه. روحانی هم یک اوباشی مثل لاریجانی ها هستش، مثل خامنه ای ها هستش. و همینطور در خاتمه میخوام بگم اعتصاب قضا چجوری زندانی های ما، درسته که تحت فشار هستن، به نظر من این روش خیلی روش غلطیه، با توجه به اینکه یکی از سیاست های برجسته جمهوری اسلامی اینه که همونطور که شما گفتید دارو همه امکانات رفاهی رو از زندانی، امکانات اولیه رو از زندانی میگیره برای اینکه اون رو به صحنه مرگ طبیعی سوق بده. بنابراین اعتصاب قضا کار بسیار بسیار درستیه و در جهت سیاست های جمهوری اسلامیه. به نظر من باید یه رابطه کاملا زنده بین فعالین و احزاب سیاسی با زندانیان باشه و خانواده زندانیان سیاسی، و هرگز این تاکتیک رو برای رسیدن به اهداف خودشون استفاده نکنن، چرا که همون چیزیه که ضربه و خدازاری به خودشونه و کاری از پیش نمیبره. در مجموع میخوام که تمام زندانیان سیاسی با همین بسیج در واقع مردم به جهت آزادی اونها اقدام بشه. طبیعیه که با سرنگونی این رژیم این کار تسلیم میبخشه، ولی تا سرنگونی به نظر من این کارها رو میشه کرد و نتیجه میده. مرسی از این وقتی که به من دادید. مرسی، تشکر از نکاتتون، نکات خیلی خوبی بود. که در رابطه با من یه نکته رو که بگم در رابطه با اعتصاب قضا، ببینین یه مسئله هستش، یه بار یکی اعتصاب قضای زندانیان رو میشنوه، اینو در نظر داشته باشین، زندانی که اعتصاب قضا میکنه گاهن این کارو میکنه چون چاره‌ای نمیبینه، این وسیله اعتراضیشه. خب این قابل بحثه که این وسیله اعتراضی چقدر مؤثر هست یا نه، ولی که در اون شرایط مشخص زندانی، برخی از زندانیان هیچ امکان دیگه ای ندارن، نامه به بیرون میفرستن، اعتراض میکنن. خود رضا شهابی بارها و بارها نامه فرستاده، صحبت کرده، اعتراض کرده، این بار دست به اعتصاب قضا زده. ولی من فکر میکنم ما به عنوان فعالین این عرصه، ما به عنوان خانواده ها و دوستان و آشنایان این عزیزان اتفاقا نباید تشویق بکنیم که اعتصاب قضا بکنن. 17 نفر از زندانیان زندان رجای شهر همین اخیراً نامه نوشتن به رضا شهابی و ازش خواهش کردن اعتصاب قضاش رو بشکنه. یه مسئله این وسط، ما نمیتونیم زندانی سیاسی رو محکوم بکنیم که چرا اعتصاب قضا کرده. نه، زندانی سیاسی این رو به عنوان یک روش مبارزه انتخاب میکنه و اعتراض میکنه، ولی صحبت از اینه که این مؤثر نیست، شما خودتون رو از بین میبرین. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام، خسته نباشین، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. بله بفرمایید. مرسی. ببخشید، ما باید یه راهی پیدا کنیم تا این جمهوری اسلامی رو به راحتی بکشیم پایین. کشور ما در حال نابودیه، چرا کسی به فکر ما نیست؟ چرا همه جوانا دارن نابود میشن به راهای مختلف، به چیزایی که اصلا آدم یعنی فکرشون نمیکنه به راحتی دارن ما را نابود میکنن، مردم ما را نابود میکنن، به هنگ سیاسی میچسبونن به ما، هنگ هزاره یک نمیتونی دو فرم صحبت کنی. الو. بله صداتون رو داریم، بفرمایید، ادامه بدین، صداتون رو دارم. الان ما براحتی یعنی رویمون از دست دادیم تو این کشور. هیچ کس نمیتونه زندگی عادلانه، یه زندگی که از صمیم دل بتونه ادامه بده نمیتونه، چون میدونی امروز رویمون خورده، داریم به راحتی جوانای کشور ما از بین میرن، چون کسی نیست از ما دفاع کنه، واقعا کسی نیست از ما دفاع کنه.
خیلی متشکرم، مرسی. خیلی ممنون دوست عزیز. من یه خواهشی که ازتون دارم دوست عزیز و دوستان عزیزی که مثل ایشون فکر میکنین، میفهمم که وقتی در شرایطی که هستین ممکنه خیلی ناامیدی باشه. بالاخره مبارزه برای سرنگونی رژیمی مثل جمهوری اسلامی چیزی نیست که هر روزه نتیجه اون رو ببینیم. هزاران نفر برای اون مبارزه میکنن در داخل از ایران، خارج از ایران. اما در این حال به نظر من به جای اینکه نگاه بکنیم که هیچ کسی نیست از ما حمایت بکنه، نگاه کنیم ببینیم چه کسایی دارن از ما حمایت میکنن. اون به ما روحیه میده. چون من فکر میکنم که وقتی که یکی مثل شاروخ زمانی از زندان با توجه به اینکه تحت فشار هستش فراخوان میده، نه فقط به مردم در ایران، به مردم در سراسر دنیا، و میگه بیاین حمایت بکنین از دو تا از کسایی که هم زندانیم هستن و وضعیتشون به شدت بد هستش. این رو بارها دیدیم، این رو سالها دیدیم که زندانی از زندان فراخوان روز جهانی میده. و من فکر میکنم اگر ما سعی کنیم به این حمایت‌های موجود نگاه کنیم و ببینیم اون رو چجوری وسعت ببخشیم، به جای اینکه نگاه کنیم ببینیم هیچکی نیست، چون هیچ کدوم از اونا درست نیست. درسته حمایت وسیع آنچنانی که میخوایم نیستش، ولی در این حال حمایت‌های بسیار زیادی هست که میتونه وسیع‌تر باشه. من فکر می‌کنم این مسئله خیلی مهمه و کسی که اعتصاب غذا میکنه داره به ما یه چیزی رو میگه. ببینین من اعتصاب غذا کردم زمانی که در زندان بودم. اعتصاب غذا نکردم که اون رو بشکنم. اعتصاب غذا کردم تا وقتی که میمیرم. به خودم گفتم که من برای اینکه این حق و حقوقم رو تو زندان بهم بدن دست به اعتصاب غذا میزنم. برام دیگه هیچی مهم نبود. و من وقتی که اینجوری فکر میکردم، اگر کسانی بودن خارج از اون موقع دهه 60، خارج از زندان، که میتونستن صدای من باشن، میتونستن برای حق من مبارزه کنن، من لازم نبود اعتصاب غذا بکنم که ضربات زیادی به جسم خودم بزنم. و در نتیجه من دارم میگم وقتی که یک زندانی اعتصاب غذا میکنه، صرف تجزیه تحلیلش کافی نیست به نظر من. صرف اینکه ازش دفاع میکنیم یا نمیکنیم کافی نیست. من فکر میکنم باید پیام اون رو ببینیم. پیام اینکه کسی که اعتصاب غذا میکنه به من شما میگه چی؟ میگه کافی حرکت نمیکنین، میگه کافی نیست این کارایی که میکنین، من هنوز خیلی تحت فشارم، هنوز اون حمایتی که شما میکنین اون وسیع بودنی که من میخوام نیست، اگر بود من مجبور نمیشدم دست به اعتصاب غذا بزنم. وقتی که زندانی رو از دارو و درمان محروم میکنن، به طرف مرگ تدریجی سوقش میدن، زندانی میگه که من دارو و درمانم رو میخوام، من دست به اعتصاب میزنم. اگر اون اعتراض جهانی وسیع و مؤثر باشه، مجبور نیست دست به اعتصاب غذا میده. من برای این میگم وقتی که شما واقعا این رو میبینین، پیامش رو ببینین که چی میخواد از شما. هر کدوم از خودمون سوال کنیم چجوری میتونیم حرکتمون رو وسیع تر کنیم. و ما حدودا نیم ساعت به برنامه‌مون مونده. من وقتی که خیلی صحبت میکنم فکر میکنم یادم میره و مرتبا ادامه میدم صحبت میکنم، ولی از شما خواهش میکنم تلفناتون رو بزنین. صحبتهای شما، نکات شما بسیار با ارزش هستش. چیزایی که میگین، همین دوستمون که گفتن که در شرق تهران تعداد زیادی تراک پخش خوشه، خب خود اینو در نظر بگیرین، خیلی خبر ندارن. شاید به نظر یک حرکت کوچیک به نظر میاد، ولی در جاهای مختلف، در سنندج اعتراض شده، در جای مختلف اعتراض شده. اینها رو کنار هم بذاریم، این حمایت ها رو ببینیم. ما نمیتونیم فقط بگیم که باید این وسیع بشه بدون اینکه ببینیم. من همیشه عمدن سعی میکنم در ابتدای برنامه در مورد حمایت ها صحبت کنم، چون معتقدم اگر ما چیزای مثبت و حمایتی رو ببینیم، اون موقع بهمون روحیه داده میشه، اون موقع میدونیم میتونیم چیکار، اون موقع میدونیم آدمای زیادی مثل ما فکر میکنن. آدمی که حتی در ایران به دنیا نیومده، بزرگ نشده، هرگز رضا شهابی رو، نیما پسر به نام ابراهیم زاده رو ندیده، ولی احساس میکنه داره براش پول جمع میکنه، داره براش تلاش میکنه، داره براش خبررسانی میکنه. وقتی که فلان رسانه وابسته دولتی میاد صحبت نمیکنه یا اینکه به دروغ صحبتی رو میکنه، اعتراض میکنن و میگن شما حق ندارین. و در نتیجه مهمه و اینکه شما فکر میکنین، شما فکر میکنین وقتی زندانی که اعتصاب غذا میکنه، وقتی این خبر رو میشنوین، وقتی میخونین، فکر میکنین چیکار باید بکنین؟ ما باید بالاخره از خودمون شروع کنیم یا نه؟ درش برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایین. سلام کنم محبوبی. سلام میکنم. بفرمایید. منو دارین؟ بله صداتون رو دارم. روز شبتون بخیر. خیلی ممنون. روز شبتون بخیر. خانم محبوبی، خانه از بولاد خراب است.
حاضر در فکر ساخت ایوان است. خانم محبوبی، ما نه مدرسه میخواییم، ما نه نمیدونم خونه میخواییم، نه نون میخواییم، هیچی، فقط اینه برن، فقط اینه برن. خانم محبوبی، میخوام سر بکشم، میخوام باب بکشم، این زکی جونو برا برن، از من مکست ما برن، گروشو بگم کنم برن، اینه چه حق داره برای ما بیانو ریاست بکنن. خانم محبوبی، این اعدامیه تیگرده ما را سوراخ سوراخ کرده. خانم محبوبی، بیکاری زبونا پدر ما را در آوردن، فشار روی خانواده ها هستش. خانم محبوبی، با اجازه ببخشه، میخوام به مجید، مجید روح شاد، قربون خنده است، در لحظه اعدام، لعنت کازه میخواد دفتی که به جست تو کشته شد. این باید شد که تو را اعدام بکند. راحت باید داشت. شیر تمامت باشه. مجید. گربون اون خنده هات برم بحثه آخر. دست تکم دادی. با دست و دستی به مردم دست تکم دادی. نه باز رو مقدسی. خانم محبوبی، من حالم خیلی خرابه. دیروز هم میخواستم دسوان و توچه پیغام بدم به اون میگه. حالم خیلی خراب بود. پشت خطم خیلی میبر. آخر موفق نشدم. اما فقط میخوام از ازتون خواهش کنم این زندانی ها چه سیاسی باشن، چه اینه که دوزی کردن، چه بدبخت ها در دام تاق اینجور چیزا گیر شدن به قابل نبود و کار، اینا زرد میکشن تو زندان، اینا زرد میکشن، اینا گرسنگی میکشن. خانم محبوبه، من زن سیاسی نیستم، ازت خواهش میکنم سیاست ندارید، یه طور پیغام به این زندانی ها بدید اینا اتصاب قضا نکنن، ویتامین بدنشون کم میشه، مرض غم میگیرن، مرض عصبی میگیرن. این زندانی ها نگه ما را دوست دارن، اگه به خاطر ماها رفتن زندان، از حق ما دفاع کردن رفتن زندان، ازشون خواهش کن، من خواهش میکنم اینا اتصاب قضا به هیچ عنوان نکنن. یعنی چه؟ خودشون رو گرسون نگر میدارن دشمن شاست من، این لعنت به این جمهوری اسلامی تحمیلی سنو پنج ساده دشمن. خانم محبوب، من دیوانه شدم دسته یون چک جونو برای این پدر مادر درست سر کرده نها. آخه بگم قربانت برم، نه یا این بگیم بریم مدرسه، بگیم مدرسه همون اینجور بشه، نونمون اینجور بشه، آبمون اینجور باشه. بابا اینا داشی هن، داشی ها را اینا تعلیم دادن، داشی ها را اینا سرد کردن، بعد از عراق نوبت به ایران میدسه، نوبت ماست، زبونایمون باید کشته بشه دوباره، در وقتی که نوبت ماست دوباره باید زبونایمون کشته بشه، خب از حالا شروع بکنید، این میلیت شروع بکنید، نشینید، حالا بهتون بگن بیوزه ها، این غیرت ها، پاشی، اون وقت میان پشت خط میگه خانم دروس حرف بزن، خانم بی با تو کردی، خانم ما بی خیدتیم، آره بی خیدت هستی، ترسو هستیم. ببین ببینیم وقت اینا شده ضعیف کش آقا که اینا با توپ تو زنگ با اون نقاب دادم میامن اعدام میکنن زبان آقا، اینا همه خودشانو میکشن عقب، اما یه جایی بوده و جوابشون رو نمیدادن میرختن بیرون. بابا اون هنر نیست، اون هنری تو همه سلاف ها برسن بیرون. بابا ما این چونپوری اسلامی تحمیدی را نمیخواییم. بابا اینا مسلمان نیستن. بابا اینا انسان نیستن. بابا اینا اسلام عدن کردن مردم بیچاره کنن. اینا از 13 سالگی توی این ور اون وقت شده انگلیس تعدیم تروریست دیدن. اینا فقط اومدن موف بخورن، موف بگردن، زنهای سیغهی بگیرن، بسته های سیغهی تصمی اندازن تو به توجه خودشون باشه، میره کفرتی بکنن، این چند بود گذا مواد گذایی بکشن، زندان بیافتن، اون وقت اینا بشنن ریاست بکنن برای ما. خانم محبوب، ما اینا را نمیخواییم، گروس نگی رو میکشیم، خونه گیر نمیاد، اطلاع خونه های گیرون. الان عراق همون ارتش رو پیغم دادن به ایران، گفتن که ما از دولت ایران چون گروه اسلامی انتظار داریم به ما
کمک مادی معنوی بکنن. جمهوری اسلامی حامی مستضعفان جهانه. منم به اونا میگم بی پدر مادرها، جمهوری اسلامی که به خونه زمان به مسجد حرامه بکشین از دست داشتی ها. مگه همه شما نبوده نمده اونیر هواپیما ها تو روی حد عمقش پایین بوده کی باران کرده جوان ها را تو اون رو میگه تو جاهای دیگه. حالا بکشین تقاس همون دویناست به ما چه رفتی داره؟ برای چی باید الان دولت جمهوری اسلامی داره پول از رهن میزرسه به عراق ببین اینا دیگه نمیتونن برای ملت ملت تامین کنن اوزش ندارن. بس اون موقع چی به عراق برسه؟ چی به سوریه برسه؟ چی به لبنان برسه؟ چی به حماس برسه؟ بله خانم ها الان غزه را دارن موشک باران میکنن فکر میکنی چیزه اسرائیل تقصه داره؟ نه انگول میکنن انگوش سراغ اونا میکنن. بابا جون اینا آرام به گنده که صحبت و بدبختی کشیدن. بابا ما نمیفهمن زندگی چیه، جوانا لذت نبودن از زندگی، نمیفهمن زندگی چیه. خانم محبوبه من دیوانه شدم، من میخوام جور بکشم. این ملت میوزه، این ملت ترسو پاشین به خاطر جوانای ما پاشین. برای چی نشستین آخه؟ چرا سراسر همه نمیریزیم بیرون؟ بهتون بازن بیرون من یک گروه تشکیم میدم، من یک پیروزن یک گروه تشکیم میدم به نام من میرم بیان خیابون شما هم بیاید بیرون بریزیم بیرون اونو شهرستان ها تهران همه بریزیم بیرون. یه نفر من نزدین به خانم دانشگر بگین که به گروه این خانم ما میتوندین. من هم نمیخوام که خوبم برم پادشاهی کنم، نمیدونم دفتره کنم چون از بسن برنیمه یه پیره زنم تا روز دیگه میفتم میمیرم. من برای جوانای اون برای میلفون دیدم میسوزه، برای وطنم دیدم میسوزه. خیلی من خرابیایی که اکسان جنگ رو انداختن، خرابیایی که جوانای ما رو کشتن، همه میگن ایران به من کمک کنه. ببخشه. خیلی ممنون، تشکر میکنم. خیلی ممنون، تشکر. به سلامت. خیلی ممنون، تشکر میکنم. واقعا میدونم صدای این مادر قبلا هم شنیدم تو برنامه هامون که با چه شوری واقعا صحبت میکنه و آدم میتونه احساس بکنه اون درد و احساس رو. و فکر میکنم اگر شما میکروفون رو مقابل تک تک مردم 99% مردم در ایران بذارین، داستانهای ناگفته میگن، چیزایی که واقعا شاید آدم حتی بعد از این 34 سال تعجب بکنه وقتی میشنوه که چه اتفاقاتی پیش میاد، چه جنایتهایی صورت میگیره و اینها مغز جنایتکارشون به چه چیزایی میرسه، چه کارایی میکنن به معنی. ولی باید در مورد اینها صحبت بشه، باید در مورد اینها افشاگری بشه، خبررسانی بشه و این به نظر من بخش بزرگی از این قضیه هستش. حدودا 25 دقیقه به برنامه‌مون مونده، حتما تلفن بزنین. امیدوارم مثل دفعه قبل تلفناتون رو نذارین 10 دقیقه آخر، چون دوست دارم صدای تک تک شما رو، نکات خوبتون رو داشته باشیم. من همیشه میگم فکر کنین در ما دوبار برنامه زنده زندانیان سیاسی داریم و این دوبار رو هر 2 ساعتش رو 4 ساعت رو اکسیونی هست، برنامه‌ای هست در حمایت از زندانیان سیاسی و همبستگی خودتون رو اعلام بکنین، نکاتتون رو، نکته‌ای که شما دوست عزیز میایین و اینجا میگین که من این ابتکار رو به خرج دادم یا به نظر من باید این کار رو بکنم، یکی دیگه در یک بخش دیگه دنیا و یا در یک بخش دیگه ایران این رو ممکنه عملی بکنه، با دوستاش در میون بگذاره. به هر حال ما هدفمون اینه با هم دیگه راه‌های مختلف رو سازماندهی کنیم، صحبت بکنیم که بتونیم به معنی سنگرا رو، بعضا میگن سنگرا رو فتح بکنیم، هرچه بیشتر جمهوری اسلامی رو عقب برونین. یکی از دوستان صحبت خوبی کردن، گفتن که خب اینا به خاطر مردم تو زندان هستن. اگر یه کارگر زندانی میاد و صحبت میکنه، اگر یه کسی که مدافع حقوق زنان هستش در زندان هستش، کسی که مدافع حقوق همجنسگرایان هستش، کسی که مدافع حقوق کودکان هست، کسی که میگه من میخوام حق دارم هر مذهبی رو انتخاب کنم و یا هیچ مذهبی نداشته باشم، تمام اینها رو وقتی نگاه کنین، هر کدوم از اونها نماینگر درصد وسیعی در جامعه هستن، دارن صدای
یعنی من فکر میکنم وقتی یکی دستگیر میکنن میگن کسی در حمایت از وضعیت زنان دستگیر شده، من از خودم سوال میکنم که خب اون صدای من بوده و جمهوری اسلامی میخواد صداش رو خاموش کنه، حالا چه جوری میتونم اینو برعکس کنم؟ من چه جوری میتونم، منی که امکانشو دارم، صدای اون شخص باشم و نذارم اون صدا خاموش بشه؟ اون صدای یک نفر نیست، صدای آزادی خواهیه که جمهوری اسلامی خاموش میکنه. هر کدوم از این جنایتکاران اومدن از تمام جناهاشون، هیچ فرقی نداره، هر کدومشون یه سری مردم رو از بین بردن، یه سری رو از بین کشتن، شکنجه کردن به انواع و اقسام فرم ها، هیچ فرقی با هم ندارن. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایین. شب بخیر خانم محبوبه، شما خوبه؟ خیلی ممنون، شب شما هم بخیر. خانم محبوبه توصیه منو که اصلا عملی نکردیم، سری ازتون خواستم که یک شخصی رو که با حقوق آشنا شه، به حساب حقوقدان باشه، اگر لطف کنین بیاین و کاری کنین که به حساب خانواده های زندانیان، خود زندانیان بیان و استفاده بکنن. اما متاسفانه خب حرف ما رو گوش نکرد، ایراد نداره. حتما به حرفتون دوست عزیز. من حتما حرفتون رو اتفاقا گوش کردم و حتما این کار رو خواهیم کرد. فکر میکنم مهمه و کسانی رو داریم که، هرچند من فکر میکنم خب بسیار از مردم به حقوقشون آشنا هستن، ولی میدونم منظورتون چیه. وقتی کسی که به زندان میفته چه جوری آبی نباید بره اونجا کتک بخوره، بعد آشنا بشه، نباید شکنجه بشه بعد آشنا بشه که این حقش هست یا نیست، نباید بره اونجا مثلا به حساب تحریم چیز کنه، به حساب احتساب قضا بکنه، بعد فهمه که اینا مثلا اینا دارن باش شکار میکنن و قوانین رو یاد بگیره. من میگم قبل از هر چیزی باید پیشگیری کرد، باید به افرادی که الان سیاسی هن یا قرار بعدن سیاسی بشن یا قبلا سیاسی بودن، اینا با مسائل حقوقی آشنا باشن. روزی روزگاری دست این انسان ستیز ها، منظورم حکومت فعلی ایرانه، یعنی چیز شدن، یه کاری بکنن که به قول یارو گفت یعنی بتونن از خودشون دفاع بکنن. من اینو میخوام از شما که این کار انجام بدین، و الا به قول شما میگین که همه با حقوق خودشون آشنا. خب باشه، حتی شما میفرد، اما یه گلگی دارم از فانی بیلای و آقای احمد شهید. من نمیدونم چقدر باید از مردم ما اعدام بشن، کشته بشن، از بین برن، لته پار بشن، تا اینا مثلا بفهمن پرونده حقوق انسان هم میشه معادل پرونده نمیدونم اتمی ایران ارزشمند باشه. من نمیدونم اینا که مهد دموکراسی هن، اینا که از انسان و انسانیت منشور و حقوق بشر رو تصویب کردن، اینقدر عقل و شعور ندارن که پرونده حقوق بشر اولویت داره به پرونده چیز اتمی؟ من نمیدونم این فانی بیلای آقای احمد شهید اینو نمیتونه به آقای نمیدونم به خانم کاترین آشتان یا مثلا آقای جان کری و امثالهم، اینا به فکر جون خودشونه که فردا مثلا ایران بمب اتم درست نکنه با این موشکای بالستیکش مثلا پایتختاشون هدف بگیره، فقط جون خودشون عزیزه. یعنی ایران و ایرانیان هیچ کدومشون جونشون ارزش نداره؟ این همه ما ایرانی تو مالزی داریم. خیلی عذر میخوام اینه، ببخشید یه حرفا میزنم، اینه حیوان داخل زندان دارم باشون رفتار میکنن، منتظر اعدام هم، تو صفحه اعدام هم. ما یه جوان داریم در این قضیه برای مهاجرت به استرالیا، رضا کشته شد در این راه، کسای دیگه، این رضا شهادی رو داریم، این همه داره کتک میخوره، اذیت میشه، احتساب قضا کرده. ما وکیل داریم توی زندان ها، کجاست خانم فانی بیلای؟ کجاست حقوق بشر؟ کجاست آقا احمد شهید؟ واقعا عقل اینا رو باید نمیدونم چطوری باید با چیز بترنجونن، وقتی نمیدونم فرق یک پرونده حقوق بشر با یک پرونده اتمی چقدره. چرا یک جانی، یک حکومت جانی مثل خامنه ای رو باید سرنگونش کرد، نباید گذاشت که مسلح به بمب اتم شد بشه؟ مطمئنن هیچ کار درستیه، اما پیش از اون داره مردم خودشو میکشه. اگه مسلح به بمب اتم شد خب هیچی دیگه، کی میتونه حریفش بشه؟ همین الان خیلی ها نمیتونن حریفش بشن. شما نگاه کنید تو سوریه داره دخالت میکنه، تو عراق داره دخالت میکنه، خرباره جنایتکار دارن سر بچه مردم عراق رو دارن بمبارون میکنن، کشته شهدای نفسشون رو رفتن در شیراز تشییع جنازه کردن، خجالت نمیکشن.
اینا که سپاه قدس که از کسی خجالت نمیکشه در کشتار، در اذیت کردن، در ترور در تمام این کشورها. روسیه رو در حال این یمن ببینه چی کار کردن، اونجا هر جا دستشون رسیده اون بساط تروریست رو پنپن کردن و دارن ترور میکنن. همه الان حماس رو وادار کردن مشکبرانی کنه به اسرائیل. ببین چه قصقلهی تمام صداها و تمام توجه رفته به سمت غزه و اسرائیل. چرا؟ خب این یه عاملی به نام آقای خالد مشعل، ایشون مزدور ایرانه، ایشون نماینده الحماسه در ایران و جهاد اسلامی، اینا مسئول مشکبرانی به چیزن و همین رو مجبورش کردن که بیا سه تا جوون بسیار تازه به دوران رسیده 18 ساله نمیدونم زیر 18 ساله اسرائیل رو دزدیدن و کشتن، که مجبور شدن مردم تندرو اسرائیل هم یک جوون فلسطینی رو بکشن. کی این کار کرد؟ خب برنامه ریزی ها داخل تهران داره میشه. خالد مشعل رو مجبورش کرده این کار انجام بده که توجه ها رو برگردونه از پرونده اتمی. خیلی ممنون. من از شما میخوام، شما دفاع زندانی میکنید، اگر دفاع زندانی میکنید خواهش میکنم یک شخصی که با حقوق آشناست بیارید، مردم بیشتر آشنا بشن با حقوقشون. خیلی ممنون. خدا خیلی ممنون دوست عزیز. دوستان ازتون خواهش میکنم کوتاه صحبت کنید، چون فقط یه رو به برنامه مونده، چون خیلی از دوستان زنگ میزنن و چون اشغال هستش نمیتونن دوباره بیان رو خط. در نتیجه اگه کوتاه صحبت کنین متشکرم میشم ازتون. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایین. صحبت کنم؟ بله میتونی صحبت کنی، شما رو خط هستین، بفرمایین. سلام خانم عزیزی. سلام میکنم. ما همون میدونیم که از اول انقلابی که ما شاهده میدهی هیچ کسی اینا رو نمیخواست. سرمایه داری ایران وقتی دید گوشی تو انزوا قرار داره، موقعی تو ایران چپ ایران بیاد سرکار مرحوم به حالت دموکراتیک فکر کنم پناه بود به خمینی میشدی. ما از این طرف هم سرمایه داری خارجی فرانسه و انگلیس خمینی را آوردن و این رژیم از همون روز اول زمانی که اومد دست گرفتن دست درست کردن زندانها کرد، زندانهای شهر را بازسازی کرد، زندان سیاسی درست کرد، تمام مردم انداخت تو زندان به هر بهانه ای اعدام کرد و اون موقع هم تمام دنیا تمام مجامع جهانی دنیا سکوت اظهار کرده بودن، همونشون سکوت میکردن، هیچ کس نمیگفت آقا چیکار بدیسی ایران میکنی و اینا هم میگفتن آقا ما اسلام این مردم فکر میکنن اسلام دیگه چی براشون میاره دیگه، حالا چی شاخشون چه نمیدونستن که اسلام یعنی کشتار، یعنی زندان سیاسی، یعنی قتل عام کرده نفس حقوق بشه. تمام دنیا هم سکوت کرده، ما چشمون رو باز نکردیم کشورهای آمریکا و انگلیس اونا به ما گوشزی از ما دفاع کن، نه ما خودمون باید اینجا متحد بشیم با طبقه کارگر، با آهاد زحمتکش جامعه، با همه جوانان تا بتون ریشه اینا رو در بیاریم و دفاع از زندانی سیاسی یعنی مرگ از جمهوری اسلامی، یعنی آزادی سیاسی زندانی سیاسی یعنی مرگ برای جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی بدون زندانی سیاسی دوام نمیتونه بیاری. ما بگیم زندانی سیاسی آزاد میشه یعنی زندانی سیاسی نباشه تو مملکت، اینا شش ماه دستم بگیره جمع میکنن میره. پس به همه جوانا و همه مردم میگم که تو هر جا تو هر داری دیوار حتی تو اتوبوس حتی تو مجمع عمومی بدن آقا زندان سیاسی از بگیرسن با شعارهای خودشون و مردم دعوت کنن که تو هر جا هست هر خود زندان سیاسی بزن آقا زندان سیاسی ما نگم برای چی اینا زندان کردید یا آزاد کنید بیان هر خوش نبتن نه آزاد بگنیم این بزرگترین برگی وارد جمهور اسلامی و این هم نگره اون خواهد که میگفت که الله نواز بود که جمهور اسلامی رو وحشت ایجاد کرده نمیدونم مردم ده نه این جمهور اسلامی بی خودش در واقع وحشت به سر میباری خود بسر مردم میتر اگر از مردم نمیتر که زیر زندان درست نمیتر زندان درست کسی نمیتر اعدام نمیتر کسی که از مردم نمیتر چه بسی برای چی میره مردم ها اعدام نمیتر نمیتر این وحشت داره دیگه اینا بعد دیگه میتر سر از مردم نمیتر اینا خودشون از ما میتر سر من از خود اول انقلاب تا اول زنده موندن بچی و دیدم اینا چی وحشت داره نه بعد دیگه میتر و حالا من نگاه کنم بزرگتری حزب ها داریم این حزبی هست که از اول اتحاد موازر کمونیست بود بعد هی کبوم حزب کمونیست ایران شد الان کمونیست کارگریه اینا همونهای هستن که رسولگانی از اونا نیری گرسه بود اینا برن کار خطرناک این میکنه اینه ازشون میترسید چون واقعا عدوترین حزب اینه که مردم رو دعوت میکنه به بیشتر فعالیت حزبی و دعوت میکنه به فعالیت کارگری دعوت میکنه
که هر روح انسانی خوشونه از بگیرن از مردم. پس کناره که ما میتونیم بجیمی دفاع کنیم از زندانی سیاسی، همه که شاید بیم به هر بنیانی آزادی زندانی سیاسی باید آزاد گرده. خیلی ممنون. تشکر میکنم ازتون، خیلی ممنون برای نکاتتون. اینکه شعار زندانی سیاسی در عمل یعنی مرگ بر جمهوری اسلامی و اینکه شعار نوشته بشه و صحبت بشه در موردشون، ایشون اشاره کردن. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایین، شما رو خط هستین. درود خانم محبوبی، شرمنده دوباره اومدم رو خط. خواستم به برادر خودستانی بگم خودت یه پارچه کارشناس سیاسی هستی، خود همین اطلاعات رسانی که میکنی واقعا برای ما ارزشمنده و ازش سپاسگزاری کنم. رو خانم معروفی، به نظر شما فقط 100 نفر از زندان سیاسی در زندان هستن؟ این سوال منه. 100 نفر هستن؟ شما آیا به نظر شما جمهوری اسلامی اطلاع رسانی تا 100 نفره؟ شاید بیشتر از این نباشه و ما خبرداری. بله، خیلی ممنون دوست عزیز. نه 100 نفر نیستش، شاید اشاره داریم به پوستری که هستش، اما نه خیلی بیشتر از اون هست. همیشه ما واقعا در بارها از این سوال ازمون میشه چند نفر زندانی سیاسی هستش، اما مطلقا 100 نفر نیستش، یعنی چیزی حتی بالای 10,000 نفر، اما آمار دقیقی نیست. و دانش ما همیشه خودداری میکنیم از اینکه آمار غلطی به سازمانهای جهانی بدیم، اما میشه این رو جمع آوری کرد و یه آمار تقریبی داد، چرا که از اون طریق مالا ما خودمون تو ایران هستیم میتونیم این رو متوجه بشیم تعداد وسیع هستش. ولی کسی که وضعیت ایران رو دنبال نمیکنه مستقل، طبعا اون آمار و ارقام رو میخواد که تصویری داشته باشه. من اشاره بکنم اینکه من یادم نرفته دوست عزیز که زنگ زدین که حقوقدان رو بیاریم، حتما این کارو خواهیم کرد، تا حالا امکان پذیر نبوده. ولی یه نکته که هستش، اینه که ببینین شما تمام حقوقم بدونین به عنوان خانواده زندانیان سیاسی به این معنی نیست که حقوقتون رعایت بشه. یه مثال براتون میارم، یه وکیل در ایران من فکر میکنم حقوق و بلد هستش و میدونه چجوری از موکلش دفاع بکنه، در دادگاه چه حقی داره و همه اینها. یک مثال کوچیک که مطمئنم شما هزاران مثال دیگه دارین همتون، یه مثال این هستش که رویا صابری نژاد، همین زنی که در زندان هستش، شهروند ایرانی انگلیسی هستش، وکیلش که در حضور داشته در اونجا، به وکیلش گفتن شما حق ندارین صحبت بکنین، تنها چیزایی رو که میخوایم بنویسین و هیچی حق ندارین صحبت بکنین. من صحبتم این هستش، دونستن حق و حقوق، درست میگین، باید آدم واقف باشه که چی کار بکنه، کاملا درست میگین. شما اگر نگاه بکنین یکی مثل شاهرخ زمانی وقتی نامه مینویسه اشاره میکنه به حقوقهای مختلف یک زندانی و صحبت میکنه به حتی کنوانسیونهای جهانی، تمام اینها درست هست. ولی شما با رژیمی روبرو هستین که اگر شما بهترین حقوقدان دنیا باشین به عنوان خانواده زندانیان سیاسی، هنوز این به این معنی نیست که حقتون رعایت میشه. این دوتا خیلی متفاوته. شما در شرایط متعارفی نیستین که رژیم حرف درست حالیش باشه و حقوقتون رعایت بکنه، تمام اینها رو میدونه. ولی من میگم در این حالی که درست میگین خوبه حق و حقوق و دانست و باید این کار اینا رو متوجه بود، ولی ما در حالی هستیم که وکیل زندانی رو میندازن تو زندان، وکیل نمیتونه از موکلش دفاع بکنه، یه ذره بیشتر پاشو بذاره اونور میندازنش تو زندان. و در نتیجه وقتی شما نگاه میکنین خیلی فشار روی این وضعیت بهش خیلی بیشتره. به نظر من شاید چیزی که خیلی بیشتر کار میکنه رو کسی مثل یو ان و احمد شهید و غیره که اسم بردین، فشار مردم هستش. چرا مردم در سطح میلیونی در داخل ایران نمیتونن نامه بنویسن، نمیتونن اعتراض بکنن، نمیتونن بیان تو خیابونا؟ همه اینا اگر قراره یک نفر زندانی نامه بنویسه به سازمان ملل، این نامه باید توسط میلیون ها نفر حمایت بشه. من فکر میکنم حقوقدان خوبه، ولی با رژیمی روبرو هستین که اینا حالش نیست و در نتیجه حق قانون خودش رو پیاده میکنه. از لحاظ بین المللی برای نمونه زندانی که در زندان هستش باید طبق کنوانسیون یو این سازمان ملل باید دارو و درمان مجانی در اختیارش قرار بشه، بهترین امکانی که ممکن در اختیارش قرار داده بشه. ولی نمیشه. این نیست که جمهوری اسلامی نمیدونه، این نیست که زندانی نمیدونه، شما با یه رژیم ماشین جنگی رو به رو هستین. و من فکر میکنم نکاتی که یه سری از دوستان گفتن، خود شما بارها اومدین صحبت کردین که مردم چرا کاری نمیکنین، چرا نمیان تو خیابون، من فکر میکنم خیلی اعتراضات میشه. و
ببینین اگه اعتراضات نمیشد زندانی سیاسی نداشتیم در زندان. آخه این مکمل همدیگه است به هر حال. خب ولی سوال اینه که خب چیکار میتونیم بکنیم که همطور که این دوستمون گفتن شعار آزادی زندانیان سیاسی یعنی مرگ بر جمهوری اسلامی به این راحتی. چیکار میشه کرد که این مبارزه رو وسیع‌تر و عملی‌تر کرد؟ چیکار میشه کرد که همین که شما میگین مبارزه مذاکرات اتمی هستش، معلومه از نظر اونا اون مهمتره این سازمان‌های جهانی تا مسائل حقوق انسانی و غیره. معلومه اون مهم نیست. حقوق من و تو برای سرکرده اتحادیه اروپا و غیره چرا باید مهم باشه؟ چرا باید وضعیت رویا صابری نژاد برای دولت انگلیس مهم باشه که در تکاپو سریعاً سفارت رو باز بکنه؟ و من سوالم اینه که ما به عنوان شخص که دخالتگر هستیم چی کار میکنیم؟ با دوستان و اطرافیانمون چی کار داریم میکنیم که از زندانی سیاسی حمایت بکنیم؟ تشویق میکنیم دم در زندانها باشن. و همین حالا که در وین هستش در سطح میلیونی نامه میدیم به اتحادیه اروپا و تجمع میکنیم که باید شما بگنجونین این مسئله رو. و خیلی مسائل دیگه است که دوستان کم و بیش اومدن اشاره کردن، ولی من فکر می‌کنم این مهم هستش که جایگاه دفاع از زندانی سیاسی کجا هستش. 5 دقیقه از برنامه‌مون باقی مونده. مثل همیشه با کمال میل مشتاقانه دوست دارم صداتون رو بشنوم، نکاتتون رو بشنوم و باور کنین تمام نکاتی که میگیم مینویسم. حتما در بخش‌های مختلف برنامه در موردش صحبت میکنیم و ازتون میخوام که اگر فکر میکنین نکته‌ای هستش که باید در اینجا صحبت بشه اشاره بکنین. این دوستمون گفتن این حقوقدان بیاریم، حتما این کار رو خواهیم کرد. موارد دیگه‌ای که فکر میکنین کمک میکنه به عرصه مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، به خانواده‌ای که همین حالا بچه‌ش اعتصاب غذا کرده، ملاقات بهش نمیدن، به هیچ عنوان نمیگن وضعیت جسمی و روح و روانی این زندانی در چه حالی هستش، چه کار میتونیم بکنیم؟ شما وقتی که وضعیت رو نگاه میکنین چی به ذهنتون میاد؟ اگر شما بودین میخواستین چی کار براتون بشه؟ اگر شاهرخ زمانی از زندان میتونه نامه بنویسه فراخوان بده، چرا ما همه ما تک تک ما نمیتونیم این کارو بکنیم؟ طبعا معلومه هر کسی جایگاه خاص خودشو داره، ولی ما به در سطح خودمون چیکار میتونیم بکنیم؟ چیکار میتونیم بکنیم که زندانی سیاسی اعتصاب غذا نکنه؟ چجوری میتونیم این احساسو به زندانی سیاسی بدیم، این باور و این اعتمادو بدیم که ما به جای شما هستیم، ما صدای شما هستیم. ما من نمیگم صدای شما، چون من به این نتیجه رسیدم که زندانی خودش صدا داره. ما صدای شما رو بیشتر منعکس میکنیم به معنی. و به نظر من نکاتی هستش که باید در موردش صحبت بشه، هر چقدر در موردش صحبت کنیم کم هستش. خیلی راحت چیزایی که مثلا شاید برخی تجربه کردن، مثلا اینکه چرا نمیشه در محلات در جاهای مختلف کمیته های حمایت از زندانیان سیاسی از خانواده هاشون تشکیل داد، در سطح خیلی علنی خیلی مشخص داره از این خانواده سیاسی زندانی سیاسی حمایت میکنه. جنبه‌های مختلف رو شما عزیزان گفتین، طبعا هر کسی طبق امکاناتی که در اختیار داره حمایت میکنه، ولی اینکه چجوری میشه همه این حمایت ها رو یه سر کرد؟ چجوری میشه یه روز رو اعلام بکنیم که همه مردم همزمان در داخل ایران در کشورهای مختلف اون روز رو اعتراض بکنن؟ تا حالا نمونه هاشو دادیم، نمونه هایی رو دادیم که مغازه ها رو بستن، تحسن کردن، در شهرهای مختلف اعتراض کردن، به فرض کنین حکم اعدام زانیار و لقمان، به وضعیتی که برای زندانیان سیاسی هستش. و این مهمه هستش که بهش فکر کنیم هر کدوممون به عنوان فردی که دخالتگره، به عنوان فردی که توانایی اینو داره کار بکنه، فعالیت بکنه براش. فکر میکنم 2 دقیقه از برنامه‌مون مونده. آخرین تلفنم اگر میخوایم بزنین حتما قدمتون رو چشمون، ولی که خیلی کوتاه اگه میتونین صحبت بکنین. اگر نه من میخوام یه بار دیگه مجدداً تاکید بکنم در رابطه با اهمیت مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. من ازتون میخوام نذارین این عرصه در میان عرصه های دیگه پوشونده بشه. این خیلی مهمه، این یکی از نقطه ضعف‌های جمهوری اسلامی هستش. و نکته دیگه این که در رابطه با رویا صابری نژاد صحبت کردم،
زن 48 ساله‌ای که در زندان جمهوری اسلامی هستش به جرم اینکه روی فیسبوک بر علیه جمهوری اسلامی یکی دو تا کاریکاتور گذاشته یا چیزایی که خیلی عادیه تو همه این کشورا و همه ما انجام میدیم، و ایشون شهروند انگلیسی هستن، برای دیدن خانواده‌شون به ایران رفته بودن و در حال حاضر در زندان هستن. 20 سال حکم زندان گرفتن به همراه 7 نفر دیگه که فعالیت سایبری داشتن، جمهوری اسلامی گفته. اما کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یک کمپین برای رؤیا در انگلستان به راه انداختیم به اسم رؤیا رو آزاد کنین، و امیدواریم این کمپین همین یکی دو روز پیش شروع شده، امیدواریم از طریق این کارزار حمایت از رؤیا یک به دولت انگلیس فشار بیاریم که جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه رؤیا رو آزاد بکنه، و دوماً توجه جهانیان رو جلب بکنیم به اینکه یک نفر به خاطر اینکه یک پست، یک نوشته روی فیسبوک گذاشته به 20 سال زندان محکوم شده، و تعداد وسیعی مثل رؤیا هستن که در زندان ها هستن و مردم خبر ندارن. کسی که میره رو فیسبوک اخبار رو چک میکنه، در کشورهای مختلف که آزادی این رو داره مشکلی نداره، به ذهنش هم خطور نمیکنه یک انسانی به خاطر همین کاری که این میکنه 20 سال رو باید در سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی بگذرونه. کمان که امیدواریم و مطمئنم جمهوری اسلامی 20 سال سر کار نخواهد بود، ولی همین که حتی اون آدم از اکتبر پارسال حدود یک ساله، کمتر از یک ساله در زندانه و دچار بدترین زیر بدترین فشارها بوده، شکنجه‌های روحی روانی شده، چرا باید اینجوری بشه؟ از توجهتون، حضورتون، صحبت‌های خیلی خوبتون تشکر می‌کنم در این برنامه. متاسفم اگه برخی از شما نتونستین ارتباطتون وصل بشه. یادتون نره همیشه روی فیسبوک میتونین از طریق فیسبوکمون که میتونین تایپ کنین زندانی سیاسی، از اون طریق با ما تماس بگیرین. به زودی هم همکارم فرزام کرباسی برنامه دیگری از زندانیان سیاسی رو خدمتون ارائه خواهد داد که برنامه های نیم ساعتمون مجدداً آغاز خواهد شد با مصاحبه با زندانیان سیاسی سابق و خانواده های زندانیان و فعالین این عرصه. ازتون تشکر میکنم از طرف خودم و همکارم در اتاق فنی بهار میلانی، از حضورتون تشکر میکنم. براتون شبها و روزهای بسیار خوبی رو آرزو میکنم.